بینندگان عزیز، با سلام به شما. طبق معمول هر جمعه ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک، واشنگتن، پایتخت آمریکا، کانون آوا تقدیم می کند برنامه ای که صدای این دوستان رو که سالها در گلو مونده بوده به گوش شما می رسونه و از شما می خواد که برید تحقیق کنید ببینید که اینها درست میگن یا سازمان مجاهدین که امروز تبدیل شده به فرقه رجوی، رجوی که مرحوم و معدوم و مفقوده، و خانم مریم رجوی که نه برنامه ای داره و نه هدف مشخص. قبلا هم ما با آقای سعدالله سیفی، عضو جدا شده در آلبانی، صحبتی کرده بودیم. ویدیوی تمام این برنامه ها موجود هست و ایشون یکی از شاهدان عینی کشتار 19 فروردین سال 1390 هست که مشاهدات خود و اتفاقاتی رو که اونجا اتفاق افتاده برای شما امروز بیان میکنه. اجازه بدید که من تصویر ایشون رو هم بیارم روی صفحه، سلام کنم خدمت ایشون، بهشون خوش آمد بگم و در قسمت دوم برنامه هم با آقای مالک بیت مشعل هستیم یا مالک بیت مشعل، و شما برعکس سازمان مجاهدین که به هیچ کس پاسخگو نبوده و نیست و نخواهد بود، به این دوستان میتونید تماس مستقیم بگیرید، ازشون پرسش بپرسید، جواب میدن، نظرتون رو بگید، نظراتتون رو هم با گوش جان میشنوند. آقای سیفی خیلی خوش آمدید، بگید ببینیم که آقا چه اتفاقی افتاد اون روز. من یادم، خود من اینجا رفتم و از جلسه‌ای که اینجا برگزار کرده بودن و اون موقع من متوجه نمی‌شدم که اینا براشون مرده‌ها بیشتر اهمیت داره تا زنده‌ها، چون مرده‌ها رو یه قاب عکس می‌ذارن اونجا، نه صبحونه، نه نهار، نه شام، نه لباس، و هی تو برنامه‌های مختلف استفاده می‌کنن. ولی شماهایی که زنده بودید باید شام و نهار رو به اصطلاح تهیه میکردن، بعد تازه شما ازشون سوال میکردین خب ما اینجا هستیم چه کار. بگید ببینیم که چه اتفاق افتاد، ما رو ببرید توی اون روز و ببینیم که چرا گذاشتن اینجوری چند تا از به اصطلاح مجاهدین در اون روز کشته بشن. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر دنیا بفرمایید. ضمن عرض سلام خدمت شما سروی و هموطنان عزیز، همه بینندگانی که برنامه رو میبینن، همونطور که گفتی من عضو جدا شده از سازمان مجاهدین هستم با مدت 26 سال در این سازمان بودم. بنا به مسائلی که در دور قبلی هم گفتم از اینا جدا شدم، میخواستم مطالبی رو حول این موضوع کشتار و قتل‌عام 19 فروردین اگه اجازه بدی خدمت شما عرض کنم. بفرمایید. والا ما خودم چون در اون صحنه بودم، میخواستم اولا من به عنوان یک فردی که سالیان در این سازمان بودم و با این عزیزانی که در اون روز ناجوانمردانه به قتل رسیدن، بگم که من شخصا این کشتار رو اولا محکوم میکنم، چون آدم های بیدفاع و بیسلاحی بودن که این خودش یک موضوعه. ولی باید ببینیم و من خودم واقعا به این معتقدم، باید ببینیم باعث و بانی این کشتار چی بود و چه هدفی دنبال می شد، در حالی که می شد از این کشتار جلوگیری کرد، مانع شد و نذاشت واقعا این داستان به این ترتیبی که اتفاق افتاد شکل بگیره. ما علیرغم این که من خودم در صحنه بودم و واقعا از 2 هفته قبل این موضوع سر موضوع داستان 19 فروردین، به هر حال ما از دقیق اگر درست یادم باشه از روز 13 به در، یعنی 6 روز قبل از 19 فروردین، ما شاهد یک سری تحرکات از بیرون اشرف بودیم، تحرکات نظامی، و همینطور یک مجموعه نشست‌ها و مسائلی در درون خود اشرف که خودم وقتی این موضوعات رو می دیدم می دونستم که به هر حال اشرف و اون به هر حال اون مقر اکتفاق بودیم آوستن یک
به هر حال یک اتفاقی میخواد بیفته و ما از اونجایی که به عنوان افراد از دنیای بیرون و ارتباطات و به طور مشخص اینترنت و اینا قطع بودیم، خب در همون حدی که ببخشید آقای سیفی، به دوستانی که اونجا هستن لطف کنید بگید اگر کامپیوترشون یا تلفناشون به اینترنت اون محل وصل هست. میدونم که شما به دلیل اینکه وسیله ندارید از خونه یکی از دوستان دارید استفاده میکنید، ولی اونا اگه داشته باشن همین برنامه رو نگاه کنن یا داشته باشن از وسایلشون استفاده کنن، صدای شما اینجا قطع و وصل میشه. ازشون خواهش کنید که تمام چیزایی که به اینترنت وصل هست خاموش کنن تا اسکایپ شما قوی باشه. بفرمایید. چشمتون روشن. یک لحظه فرصت بدید من این کارو بگم انجام بدم. بله بفرمایید. باش. بله دوستان عزیز، میدونید که این دوستان با چه به اصطلاح مشکلاتی، با چه وسایل اولیه، معمولا کامپیوترهای کهنه، معمولا اینترنت هایی که سرعت لازم رو نداره و اینها، ولی با همه اینها میان و این داستان زندگی خودشون یا قصه پرغصه زندگیشون رو با شما در میون میذارن. اگر بعضی وقتا اشکالات به اصطلاح به وجود میاد به بزرگی خودتون ببخشید. باز هم با آقای سعدالله سیفی هستیم. دوستان روی اینترنت به شما سلام میکنن، روی فیسبوک آقای رزاقی، آقای کرمی، آقای عیسی آزاده و دیگر دوستان، و ازشون من خواهش میکنم که اگر امکان داره اونها این برنامه ها رو با دوستان خودشون شیر کنن. من ساکت میشم، شما بفرمایید. خواهش دارم. بعد پوزش شما بیننده بودید. خواهش میکنم. من داشتم میگفتم موضوع رو، به هر حال ما در شاهد این جریانات بودیم ولی در محتوا بی خبر از اون اتفاق اصلی که قرار پیش بیاد، همون قتل عامی که قرار بود صورت بگیره، در زیاد با اطلاع نبودیم. تا اینکه اگه بدونید و دوستان عزیز بیننده بدونن، چون ما یک پایگاه و یک مقر به هر حال به ارتش میگفتن، یکان هایی داشتیم، تقسیم بندی هایی داشتیم، به یکان و به اف ما گفته شد باید بریم، یعنی سه روز قبل از 19 فروردین باید بریم به شمال اشرف در مقری به اسم مقر خالد که قبلا مال عراقی ها بود و دست ما بود موقع، که بریم اونجا مستقر شیم. اون موقع هم بحث این داستان ها بود، ارتش عراق و هر کلن آدم ها خونه به دوش بودن، تو این بیابونه اشرف فراکنده بودیم، شب زندهداری و از این مسائلی که بود. به هر حال ما رفتیم و اصلی قبل از تاریکی هوا رفتیم این محل خالد، دیدیم انبوه زیادی از این دوستان ما، برادران ما در این بیابون بی آب و علف همه تقسیم شده با توی چند تا خونه مخروبه و چادر رو به صورت فشرده همه پخش پلا توی این قسمت خالد. ما شب اونجا مودیم، روز بعدش به ما گفتن که به هر حال این قسمت ما MFA بود، به ما FMA گفتن بریم شماله، یعنی ضلع شمالی اشرف، اونجا مستقر شیم. کنجا تو چادر بود و که بنگال و از این کیوسکه اینجوری رفتیم اونجا مستقر شدیم و درست شب، یعنی که صبحش بشه 19 فروردین، شب 18 فروردین ما با چند تا از این دوستان شب نزدیک ساعت 2-3 شب پست بودیم که من متوجه شدم برحال یک سری تحرکات داره زیاد میشه و سر صدای ماشینالات و مهندسی و زرهی و برحال یک تحرکاتی هست که غیر معموله، یعنی در شرایط معمول همچی تحرکاتی نبود. بعد من رفتم به دوستان گفتم من برم یه سوالی بکنم ببینم موضوع چیه، این داستان تحرکات این سر صدا موضوع چیه، که من رفتم سوال کردم، گفتم هیچی، این جابجایی نیروهای ارتش اطراف اردوگاه اشرف، به هر حال نیروهای حفاظتی اینجا دارن جابجا میشن، موضوع خاصی نیست. بعد ما هیچ، یک قسمت هم بود در اشرف، این تحرکات و سر و صدا بیشتر تو اون قسمت بود که بهش میگفتن 200، یعنی 200 جلوتر از
مزار مروارید، یعنی اونجا قبرستونی بود به اسم مروارید، گریش جلوتر از اونجا که ما هیچی دیدیم، نه این مرور ادامه داره و سر صدا هر لحظه بیشتر میشه و بعد دارن نزدیکتر میشن. تا اینکه نزدیک ساعت 4 صبح بود ما دیدیم اینا دارن از درب 200 در واقع دارن وارد اشرف میشه. بعد منظورتون به فاصله اینا دایی یعنی نیروهای عراقی دیگه؟ نه بله، نیروهای عراقی داشتن وارد اشرف میشدن از جاده، به اصطلاح از جاده شمالی که اون دربی که وارد شدن بهش میگفتن درب 200. بله. حالا شما اونجا هم اسلحه اینا نداشتیم دیگه، اون موقع بود که خلصلا شده بودیم. بله خلصلا بودیم، وسیله ولی وسیله های دستاد با تیر کمان و نبیدم چوب و چماغ و از این مسائل که برها بریم جلوی با تیر کمان که آقای سیفی با تیر کمان که نمیشه رفت به جنگ. من دیدم اون ماشین های مثل جیپ های بزرگ هامر که جلوش هم مشتی چیزای اضافی گذاشتن، همینجوری میومد میزد به شماها با آدم به بدن گوشت و استخون که طرف آهن نمیشه. بله دقیقاً. بله بفهم. سلاح و تیربار و مسلسل و هامبی و هامور و همه این موضوعات که فیلماش هست مستنده. برحال ما دیدیم نه آقا موضوع جدیدتر از این حرف هاست و بعد یواش یواش از سمت ما یک سری سر صدا و داد و بیداد و آتیش زدن لاستیک و فلان و از این مسائل شروع شد. ما با فاصله خیلی زیاد نبود، فاصله ما تقریبا تا 200 اگر در نظر بگیری به لحاظ مسافتی 200 متری فاصله داشتیم یک خانمون. بعد دیدیم نه این تحریکات شروع شد و لاستیک آتیش زدن و مزدور مزدور رو بگیر و بعد شلیک اومد، صدای رگبار مسلسل و تیروار و اینا شروع شد. بعد ما سوال کردیم گفتیم موضوع این شلیکا چیه، داستان چیه، چرا به ما گفته نمیشه؟ بعد گفتن هیچ، اینا شلیکای مشقیه، نترسید اینا میترسن شلیک واقعی نمیکنن، این به این کارا رو میکنن به خاطر اینکه افراد وای نیستن مقاومت نکنن و شلیک واقعی نیست، اینا قصدشون اینه بیان اشرف رو بگیرن این کارا رو میکنن افراد رو بترسونن که ما عقب نشین میکنیم و به هدفشون برسن و تحریکات اینجوری و کار دولت ایران و فلان و از این حرفایی که همیشه میزنن. بعدم به هر حال ما دیدیم نه دیگه موضوع داره جدی میشه. ما هم از دور شاهد صحنه بودیم، برای که به هر حال دوستامون رفیقامون میشینیم این صدای شلیک، بالاخره یه درگیریه، یعنی شلیک همجور رو هوا که نیست که، یک طرفی هست، یک تحریکاتی هست، یک به اصطلاح هیزمبیار معرکه‌ای هست داره این آدم‌ها رو تحریک میکنه، سمت سو میده، اینا هم تحریک میشن، بعد شلیک صورت میگیره و بعد به اصطلاح در ادامه که میگم قطعام و کشتاری که شکل. بعد یواش یواش هوا داشت روشن میشد و ما گفتن چون این نیروها دارن از این منطقه عبور میکنن، این منطقه یعنی به اصطلاح تصرف شده بود، ما برگردیم از همین جاده مزار بریم به سمت یعنی یکان مادر خودمون که تو 200 متر عقب‌تر تو خالد اونجا مستقر بودن. ما هم یه چند تا خودرو بودیم، راه افتادیم که از همین جاده مزار بریم به سمت خالد، وارد وارد قسمت مزار که شدیم دیدیم تعداد زیادی از این دوستان ما با دستای بسته، مجروح، تیر خورده، زخمی، حراسان و نگران دارن به سمت ما میان، یه تعدادی هم به اصطلاح افتاده، حتما یه تعدادی اون موقع دقیق ما گذرا بود، حتما یه تعدادی از دوستان کشته شده بودن چون خون ریخته شده بود، یه تعدادی مجروح بودن، مجروح خیلی وخیم. بعد اینا اومدن جلو ما ایستادن و داد و بیداد که وایسید کمک کنید به ما، مجروح داریم و شهید داریم و فلان. از اونجایی که از بالا دستور داده شده بود که ما توقف نکنیم به مسئولین به اصطلاح همون گماشه های اونا، اینا توقف نکردن در حالی که این یعنی به قول امروزی مینیموم عرف اجتماعیه، آدم با
با یکی یه نون نمکی میخوره همسایه بغلیشه، وقتی درخواست و کمکی میکنه در شرایط تنگ، در شرایطی که طرف دستش لای منگنه است، باید وایس کمکش کنه ببینه دردش چیه. ما این دوستان رو گذاشتیم و رفتیم. به هر حال هدفم مشخص بود که ما چرا باید بذاریم و چرا باید بریم به عقب، که بریم عقبتر که الان اونجا خدمتتون عرض میکنم، وایسیم برای تحریکات و جنگ جدید. به هر حال ما رفتیم، کار ندارم از خاکریز و از این ور ببند و بگیر و شلیک و جس و گریخ، رفتیم رسیدیم مقر خالد. ما که رسیدیم مقر خالد دیدیم دو سه تا از این زنان به اصطلاح فرمانده پشت برنگو داد و بیداد و آوار تبلیغات و تحریک و آدمای زیادی هم با این چماق و تیرکمان و نمیدونم سنگ تو سنگ چیده بودن و لاستیک آتیش میزدن، اینا تحریک میکردن که به اصطلاح مانع از پیشروی این نیروهای نظامی بشن، در حالی که نیروهای نظامی هم حالا خب ما جست و گریخته یه مقدار کمی دهن به دهن هم میشنیدیم که بس اینا چی میگن، به داد گفته بچه ها میگفتن که به عربی پشت برنگو گفتن شما اگر ما قصدمون گرفتن این زمینای شمالی اشرف، اگر اینجا شما مقاومت نکنیم ما کاری به کار کسی نداریم، شلیک نمی‌کنیم، غیر و فلان از این حرفا. بعدم از این بعد اینا پشت بلنگو زنا میگفتن که نه اینا مزدورن و اینا از رژیم ایرانن و فلان، اونو گول این حرفا رو نخورید، اینا میخوان اشرف رو بگیرن و بهشتید و اینا میترسن شما بهشتید، اینا عقب نشینی میکنن و خلاصه داد و هوار و تبلیغ و شانتاج از این حرفا. که ما رسیدیم اونجا به هر حال وایسادیم، ما خب قرار تو اون قسمت بودیم و اینا میگفتن خونه دوم ما تو عراق، یعنی ایران دوم اشرفه. ما هم تو اون سیستم بودیم، ما هم تو اون دستگاه بودیم کنار دوستامون برادرامون، با این تحریکات و با این چیزا میگفتن اینا میخوان همه را بکشن، همه را دستگیر کنن، قتل عام کنن. آدم ها بین رگبار مسلسل سرب داغ از طرفی و از طرفی تبلیغات و فشار بلنگو این وسط بین منگنه این دو طرف مونده بود. که به هر حال ما بعد از آقای سیفی شماها نباید ناراحت بوده باشین، چون اینجا آقای رضاوی نوشته که بعد از خلع سلاح مجاهدین توسط آمریکایی‌ها آقای رجوی زحمت کشید و آمد گفت که مجاهد بدون اسلحه خطرناکتر از مجاهد با اسلحه هست. خب اگر خطرناکتره پس این توپ و تانکای قرازه صدام حسین چرا دور سر خودت جمع کردی؟ اگر بدون اسلحه بهتر میتونی مبارزه کنی، دیگه تیر و کمون و چوب و چماق ساختن چیه؟ اصلا من این نمیدونم این مرد تو زندگیش این همه ضد نقیض گفته، یه نفر بلند نشده جلوش وایسه و بگه خفه شو بس دیگه، ما از دست تو چی میگن جونمون به لبمون رسید. و همین جوری حرفای ضد نقیض، حرفایی که با حرف دیروزش حتی نمیخونه. و خیلی خوشحالم که آقای غلام ترشیزی هم الان اینجا هست میبینه. آقا این آقا 26 سال جوونیشو بعد آقای سیفی شما کردی دیگه نه؟ بله من یک کرد، یک شیرمرد ایرانی 26 سال جوونیشو به خاطر نه دستمزد نه مقام رفته اونجا، بعد میگه این بلا رو به سر ما آوردن. وقت من و شما اینجا با حماقت رفتیم تو واشنگتن تو بهترین هتل، آقای فیلابی اومده، اون موقع هم دوره جورج بوش بود، اون خانمی که سخنگوی جورج بوش بود اونم اومده اونجا کف بزن و اینها، بعدم زور برن خدا میدونه کجا برن نهارشون بدن چند پول تو جیبشون بزنن. واقعا مسخره است. اصلا ببخشید از خنده آدم گریهش میگیره، از گریه هم خندهش میگیره. بفرما خواهش دارم. حالا اینم از اون داستانای نهفته و پاسخ گرفته ناشده و ناگفته این تناقض بویایی که سراسر 26 سالی که من در اون مملکت و در اون قسمت و در اون سیستم و دم دستگاه بودم، به جز اوائل که یه مقدار ذهنم خام بود بعد ذهنم شکل گرفت باش مواجه بودم و هیچ گونه پاسخی نگرفتم تا روزی که اومدم بیرون. این تناقضات بار من بود، مسئلم بود و مشکلم بود و هیچ گاه کسی حاضر نشد پاسخ اینا رو بده. که این همه تناقضگویی، این همه زد و نقیض به قول شما برای چیه؟ تو بالاخره صاحب صلا رو میخوای، صلا رو میخوای، اگه به قول شما این صلا مهمی چرا این همه وطن فروشی کردی برای صلا گرفتی و بعد دادی و بعد خلاصه
هر حال ما اونجا شاهد یک صحنه و قتل عام دیگه بودیم در خالد، دوستانی در کنار ما واقعا آدم هم به قول معروف هم غیرتش به جوش میومد، هم دلش میسوخت، هم گریه میکرد، چون کنار ما دوستانی بودن به اسم الان میتونم بهتون بگم، بعضیاشون هم از مسئولین بودن، یه دوستی به اسم جعفر خارجی که اونجا زدن کشته شد، ناجی تیر خورد، رحمت کنار من تیر خورد تو سرش، برحال داشتن آدم ها تیر میخوردن میافتادن، به محض این که صدای شلیک بلند شد و صحنه جدی شد، همون خانمای تبلیغاتی و میگفتن هیچی نیست و شلیک مشقیه و اگر بیشتین اجتاده ایبونینا فلا میشن، از سری ارزشون نبود و صحنه را ترک کردن و جز یک تعداد آدم، من کلن بگم در سراسر این داستان هیچگاه از این سران و فرقه که کارشون تبلیغات و آدم ها را واقعا به اصطلاح به گوشت دم و توب کردن کارشون همین بوده و این تبلیغات، هیچگاه در صحنه حضور نداشتن، یعنی همش دوستانی مثل ما، دوستانی که واقعا انتخاب دیگه نداشتن، به هر حال باید میموندن و در این صحنه جونشون رو دادن واقعا. و بعدم به هر حال ما از این مقر خالد وقتی دیگه داشتن میومدن با لودر و هاموی و هامبر و زرهی و فلان، اونا پیشتری میکردن، بعدم صحنه دیگه خیلی متشنج شده بود، گلوله میخورد بغل ما، من خودم مشکل جدی پا داشتم اون دوران، حتی نمیتونستن تو صحنه واقعا، یعنی خیلی از این آدما کلان زندن و خود من الان معجزه است، من نمیدونم با مثلا گلوله بغل من میخورد 30 سانتی من این و رو آسفالت میکن، گلوله میخورد این علفای خشک آتیش میشه، بالاخره یه صحنه به قول رجوی کربلایی بگذاریم. بعد این کربلا که گفتید، من یاد امام حسین افتادم، این آقای رجوی امام حسین این داستان اون موقع کجا بود؟ همون معلوم نیست. بفرمایید. بله خواهش دارم، اون موقع معلوم نیست، چیز همیشه بیدار. بعد ما به هر حال به سمت از این خالد باید عقب می نشستیم به سمت یک مقر دیگه به اسم مقر معین، که اونجا هم یه مقر بود. به هر حال ما تعدادی سوارو و تعدادی پیاده و همینجور را افتادیم، در نیروهای عراقی هم پشت سر ما، در حالی که کسی تحریک میکرد شلیک و ملی، چون هدف اونا این بود بیان مستقرشن به اون نقطه که باید برسن و به هر حال اون فرمانی که گرفته بودن انجام بدن. بعد ما رفتیم تو مقر معین، اینا نیروهای عراقی هم اومدن به مقر معین که رسیدن، دوباره یک سری تحریکات و فلان، ولی دیگه این ادامه دار نبود. رفتیم تا خیابون سر، رسیدیم خیابون سر به اصطلاح جلو مسجد، اونجا ما صف بستیم، اینا اومدن قبل از ما، یعنی در سراسر این خیابون سر به اصطلاح اینا هدفشون اون بود اون زمین ها رو بگیرن، ما اومدن و به خیابون سر که رسیدن متوقف شد. بعد اونجا به اصطلاح یک میدون چه بود به اسم میدون لاله که بهش احرار هم میگفتن، احرار یه چند تا جنراتور بود در زمانی که برق اشرف قطع میشد، اونا برق رو تامین میکردن. اونجا یه سری تحریکات دیگه بود، یه تیراندازی ها و گلوله دو برال تحریکات بود و این نیروهایی که تشکیل داده بودن تحریک میکردن، سنگ میداختن، فلان میکردن، نیروهای مثلا تربیت کرده بود از این نیروهایی که برای درگیری و خلع سلاح بودن. بعد به هر حال ما اونجا وایسادیم، اون قسمت به قسمت، هر قسمتی با مسافت چیز، اینا هم ما قسمت های مختلف افای مختلفی بودیم، هم نیروهای عراقی فرمانده ها و مسئولین مختلفی داشت. یکی از این درجه داره افسرهای رده بالاشون اومد جلو، یعنی اون قسمتی که ما بودیم، صدا کرد گفت آقا یک مسئول این قسمت کیه، فرمانده این قسمت کیه، بخواد با یک مترجم که کسی زبون عربی بلد باشه بیاد جلو ما باش مذاکره کنیم، که از این ور داد و هوار نکنید پس سر ما این زنا معصومه و نمیم پروانه و فلان اینا، نه مزدور خواهیم، ما با مزدور مذاکره نداریم، دوباره تحریک و دوباره اینا هم چند تا نارنجه که دودزا و اینا انداختن نزدیک، دوباره یه تعداد دیگه نزدیک بود که بگذاریم اونجا، یه چند نفر دوباره مجروح ساعتی شده، ولی دوباره این داستان و فیصله پیدا کرد، آتش خاموش شد و ما در نهایت
یه دو سه تا به اصطلاح از این مسئولین رفتن جلو با مترجم. این یارو با ما گفت ببینید، ما از طرف دولت عراق فرمان داریم، ارتش ما فرمان داره بیاد این زمینایی که به اصطلاح به اسم اشرف بزرگ در شمار اشرف، شما در زمان صدام حسین با همکاری با اونا غیر قانونی اینا رو قصد کردید، مال کشاورزه و اهالی بومی اینجاست، باید پس بیدید. ما اومدیم تا اینجا، اینجا هیچ قصد دیگه ای نداریم، اینجا متوقفیم، ایستگاه پلیس داریم، به ما گفته شده و اینجا جلوتر هم نمیم. همونجا هم شد و واقعا همونجا هم موندن. بگذاریم، حالا ما این داستان خود صحنه، خب من الان در این فرصت کوتاه برات دارم صحبت میکنم، خیلی هاشم ممکن حضور ذهن ندارم که دقیق بردیز مکانیزما رو بگم، دقیق کل صحنه رو بگم، چون من در یک قسمتی معدودی بودم. برها با اون استرس و اون گلوله و آتیش و خون و خونریزی، برها میدونی آدم هم و انسان برها، حتی اگر شیر هم باشی براخره ترس در وجود جز ذات انسانی هست. بعضی هاشم خب برها شاید نذاشته من اون تمرکز کافی رو داشته باشم. خب صحنه هایی بود واقعا از کتک خوردن بچه ها، از گلوله خوردن بچه ها دردناک، واقعا سنگین. من هر لحظه به یاد اون صحنه ها میفتم، قلبم آتیش میگیره، جگرم آتیش میگیره. دوستانی که مثل خود من با آرزوها، با آمال و آرزو سالیان به قول شما جوانی هست و نیستشون رو گذاشتن جلو ما، سرد شدن بدون هیچ دلیل و برهانی، به خاطر فقط یک سری اهدافی که مسعود و مریم راجوی دنبال کردن و به اصطلاح این داستان داستان استراتژیشون بود و میخواستن به قول خودشون از دولت عراق تا آخرین دینار قیمت بگیرن. به چه قیمت؟ به قیمت خون و جان آدم. بگذاریم، ما رفتیم در اونجا مستقر شدیم و به اصطلاح بعد چادر زده شد و بعد ادامه داستان درگیری ها و تشنجا تا هفته ها. ما اونجا تو بیابون تون آسفالتی تون گرما مستقر بودیم که نکنه اینا بیان اشرف رو بگیرن، در حالی که اینا هدف مشخص داشتن. بس اشرف نبود، این در حالی بود. به طور واقعی الان من که هرچی از این داستان فاصله میگیرم و ارتباطات با دنیای بیرون دارم، من بیشتر میفهمم این یک برد سناریو بود، این یک برنامه مشخص و چیده شده بود. به هر حال ما که بچه نیستیم، به قول شما 26 سال از عمر جوانیمون توی تشکیلات پیچیده سیاسی نظامی گذروندیم، ولی به اصطلاح قد بودیم از دنیای بیرون. حالا من هر چه فاصله میگیرم بیشتر میفهمم که این داستان چی بود. اون موقع میگفتن ما اینا رو تو اشرف نگه داشتیم که بتونیم این وسائلی رو که مال خودمون هست اینجا بفروشیم. و آیا برای فروختن اینها چه کار میکردن؟ مثلا حراج را مینداختن، تو روزنامه آگهی میزدن. و کسی که حالا میخواد مبارزه کنه باید فکر جانش باشه، نه فکر مالی که بعدم معلوم نیست فردا میان آتیش میزنن. و همونجور دیدیم یه سری وسایل سوخته و داغون شده اونجا باقی موند. اینا وقتی اینو میگفتن، افرادی که اونجا مونده بودن نمیگفتن آقا این مال رو رها کن، جون ما رو به اصطلاح از اینجا نجات بده. چی میگفتن؟ شماها چی به هم دیگه میگفتین یا به اونا میگفتین؟ خدمت شما عرض میکنم. ببین این یک بخش سناریو و داستان بود. بخش بعدیش الان من واردش میشم. طبق معمول که میدونی شگرد و نشستای عریض طویل و بلند مدتی که اینا برگزار کرده میکردن میکنن و الان هم دارن ادامه میدن. بعد در نشست ها که آقا این پیروزی بزرگه، این پیروزی استراتژیکه برای ما شکست نخوردیم، طبق معمول. بعد آدم هم این وسط پاجوار مونده، خود این همه جسد رو دست ما، این همه زخمی، زمینی هم که قرار بود بگیرن گرفت، اموالی هم که قرار بود بسوزه سوخت، حتی مزار رو زیر رو کرد، حتی تمام زمین و زمان برباد. خب شما مگه نمیگفتی؟ مگه مسعود نمیگفت که من بین سلاح، اموال و صاحب سلاح رو انتخاب کردم، مگه شعار اصلی نبود؟ و من وابسته به زمین، بند به زمین نیستم. خب چی شد؟ تو اگه بند به زمین نبودی، اگه وابسته به زمین نبودی، اگه بین اموال و سلاح صاحب سلاح رو انتخاب کردی، بعضی آدم ها چرا بکشتن دادی؟ به اصطلاح هم توپ خوردی، هم پیاز و هم ست و منو. خب
ما این وسط بالاخره آدم ها متناقض معترض جواب میخواستن، در نشد را چه جواب میدادن؟ میگفتن به هر حال ما این داستان ما دشمن داریم، همه اطلاعات رو نمیتونیم به شما بدیم. میگفتیم یعنی به شما واقعا این صحنه رو ببینید، اگر اطلاعات رو برای کسی که جونش رو مالش رو هست و نیستش رو داره در این راه میده نمیشه بگی، بعد میشه بگی برای کی میتونی بگی؟ آدمی که داره کشته میشه. بعد این حرفای شما حرفایی که متناقض با اصل کسن پارده، این نجنگ استراتژیکه، نجنگ ایدئولوژیکه، این ضد انقلاب خارمنیمه و فلان و چهار تا مارک هم بهت میزدن، یه چیزی هم بدهکار میشدی سر این داستان، در صورتی که این همه این موضوع بحثی بود که به اصطلاح به طور واقعی میخواستن اون هدف اصلی و اون هدف شومی که داشتن برای به قول خود ما تون جا میگفتیم ماسمالی کنن، یعنی شیده سر آدم ها به مالن، در حال که همه چیز واضح و روشن بود، این هدف چیده شده و برنامه ریزی شده بود که از قبل این آدمایی که به هر حال کشته شدن، الان شما میدونید همین الان هم هنوز تبلیغاتشو میکنه، نونشو میخوره، به قول شما مرده خوری میکنن، در حالی که زنده هیچ ارزشی نداره چون مرده خرجی نداره، دارن هدفشون تبلیغاتی و سیاسیشون رو پیش میبرن و به طور واقعی هم تا مدت ها فیلم برداری جسد رو ببرو بیارو تبلیغات و این داستانه که میدونی شگرد فرق است. بعد به هر حال من خودم بودم، واقعا شاهد صحنه بودم، عزیزانی که دخترانی که مثلا همین همشهری ما جوان 15-16 سال واقعا در صحنه رو دست ما سد شد، امثال اون سبا و غیره، اینا همش در دنیای امروزی، دنیای تکنولوژی پزشکی امروزی، خب اینا همه جواب داره. مثلا با دو تا گلوله نفر اگر رسیدگی میشد، اگر واقعا کسی دنبال این داستان بود، این همه آدم کشته نمیشدن، این همه آدم از بین نمیرفتن. بعد داستانایی که به وجود اومد، بعد مسائلی که هنوزم زخمایی که بعد دیگر آدم هاست الان واقعا جبران ناپذیره، مصدومیت ها، قطع عضو ها و همینطور مسائلی که پیش اومد، دوستانی که خانواده از این که تو ایران بدون فرزند شدن، بچه هاشون کشته شد، هنوزم داغ دارن، هنوزم دارن مینالن. یعنی خدا وکیلی من هر وقت این صحنه فکر میکنم به هر حال متاسفم و خودم واقعا خیلی ناراحت و اندوهگین میشم که مسئله که واقعا میشد جلوش گرفت، میشد نذاشت به این نقطه بکشه، چرا کشیده شد و پشت این داستان چی بود و هدف چی بود؟ خب الان هرش روز به روز واضح‌تر میشه که این اهداف هم الان همی الان مثلا چند وقت پیش در همین آلبانی داستان مراسم 19 فروردین و تبلیغات و بگیر به بند و مسائلی که حول و حوشش میچینن، هنوز که هنوز دست از این کارهای دروغین و واقعا تبلیغاتی که باعث شد این دوستان ما به هر حال اگه میموندن ممکن بود هر کدوم در آینده مملکتمون، در آینده زندگی خودشون، خانوادهشون تعیین کننده باشه، الان در بین ما نیستن و واقعا به اون نامردانه ترین شکلی از بین رفتن. آقای سفی، یکی از دوستان میپرسه که در اون مدتی که در بیابان و اون شرایط سخت زندگی میکردید با مشکل غذا و آب و دارویی چه کار میکردید؟ و بالاخره انسان گرسنه و تشنه میشه، ضمناً مگه این اشرف خب قبلا جای زندگی نبود؟ چرا شما به قول خودتون میگین ما مجبور بودیم تو بیابونها زندگی کنیم و اونجا شب زنده داری کنیم؟ بله بله، اشرف که خودش محل زندگی بود، مقر داشت، هر یگانی شما میدونید محل داشت، براخره سیستم رسیدگی صنفی و اداری این دمدسگاه داشت، ولی تو وقتی توی یه شرایطی قرار میگیدین هم نیرو میزن بیرون تو بیابون اشرف، دیگه از این امکانات که سیار نیست که با خودت برداری ببری. بعد اونم نه یه روز، نه دو روز، نه یک هفته، نه یک ماه، به صورت دراز مدت طولانی. به هر حال یه مشکلاتی از آدمان چون به هر حال به قول شما غیرت ایرانی‌ها زبون زد خال عامه، به هر حال غیرتی داشتن. بگذاریم از اینکه در محتوا همه همون لحظات هم مخالف بودن با این داستان و با این، میدونستن هدف شومیه، ولی به هر حال خونه شون بود، تو خونه بودن،
یک سری شدائد و یک سری بدبختی ها و یک سری بخور همین دوست عزیزم کمبودا و عدم رسیدگی ها رو باید تعمل میکردن و میکردن واقعا و واقعا تعمل میکردن آدم های خب مثلا آدم هایی که تو اشرف هستن همین الان خود من با انواع اقسام مریضی ها رو بروام عوض میخوام موضوع ممکنه شخصی باشه ولی من از آرتروز گردن تا دیسک کمر تا آرتروز زانو تا فشار خون تا انواع زخم معده کلیه و همه اینا من کمترینشم. این دوستان داشتن ولی به خاطر شرفشون به خاطر ایستادگیشون به خاطر که مردانگیشون خب تعامل میکردن در صورتی که اونا سوء استفادهشون میکردن در خونخاری میکردن به طور واقعی سر آدم ها کلا میذاشتن اهداف خودشون و تبلیغاتی سیاسی خودشون رو داشتن. دلیل این جدا شدن آدم ها و دلیل این که همه الان این فرقه منفور عالم شده همینه خیانت کرد به آدم ها. خیانت کرد به این ماها من و امثال من و عزیزانی که در سن 17 سالگی 18 سالگی اومدن تا الان به نقطه‌ای که مثلا الان آدم ها به سن 50 سالگی 40 سالگی 20 سال 30 سال تو این دم دستگاه بودن ولی به هر حال بهشون خیانت شد. یعنی این که غلط نیست که در اون خب شما چجوری در اون مگر اشرف امکانات نبود مگر محل زندگی نبود آره بود ولی تو شرایط غیر معمول تو شرایط اضطراری که دیگه اینجوری نیست. بله بسیار ممنون. دوستان دارن میگن که آقای سوربی رجوی و مریم قجر در نشست‌های درونی میگفت 100 نفر در اشرف بمیرد به نفع ما نیست، یک جنازه رو دست ما میگذارن، اما اگر درگیری شهید اما در درگیری اگر شهید شوند جوشش خودشان جوشش خونشان برای سرنگونی رژیم پیش برنده هست و راه پیش برنده است و راهگشا. بعد آقای کرمی میگه که فرقه رجوی تیم‌های را آموزش داده بود که بتوانند سربازان عراقی را خل سلاح کنند و به دنبال آن بودند که سلاح سربازان را بگیرند و درگیری با سلاح گر به سلاح. این خیلی جالبه. خب ما اینجا فیلمایی هست، کلاسایی هست، شما میری که اگه یه نفر با چاقو باید حمله کرد چگونه دفاع کنی، سلف دیفنس میگن. بله ولی اگر آقای رجوی همچین معجزه‌ای کرده باشه، همچین نیروی ساخته باشه که بتونه افراد با دست خالی برن تفنگ و وسایل رو بگیرن، تانک و توپ اونا رو بگیرن، خب اصلا این چه احتیاجی داشته به صدام و اینها؟ اینو اصلا پخش میکرد تو دنیا، اصلا مثل ارتش اسرائیل که خیلی معروفه برای تکنیکایی که به کار میبرن، ایشون اصلا باید صاحب کلاس و صاحب کتاب و صاحب مکتب خودش بشه، رجوی و ارتش جدید، یه چیزی به این اسم. من واقعا فکر میکنم حق ایشون خورده شده. یه آدمی که فکر نمیکنم ایشون دو روزم خدمت کرده باشه در ارتش و دو روز پوتین کرده باشه پاش را بره. دیدیم بله لباس نظامی میپوشه، اسلحه‌اش هم میزنه کنار قدش به قول معروف و مثل خنجر که میکنن تو زیر شالشون، ولی فکر نمیکنم ایشون 8 ساعت رژه رفته باشه که ببینه چند تا تاول پاش میزنه یا به قول معروف یمن آرد چقدر، یمن خمیر چقدر آرد میخواد و اینا. بگذاریم. بله این آقای رجوی معجزه ها کرده که انشاءالله در کتابی که انتشار میدن مجاهدین معجزات این امام و پیغمبر جدید هم خواهند گفت. بازم ممنونم از دوستانی که اینجا هستن، ازشون خواهش میکنم که این ویدیو و ویدیوهای دیگر رو با دوستان خود شیر کنن، در میون بذارن، من ساکت میشم. شما باز هم درباره این 19 فروردین سال 1390 چون شاهدی بودید که اونجا بودید و چقدر الان مشکل باز میکردنش که شما میگین جوانهای 17-18 ساله این سرد شدن بدن، واقعا دوستان تا یکی یا از دست نداده باشن و ندیده باشن که چیگونه وقتی بدن یه نفر سرد میشه آدم وحشت بهش دست میده، نمیتونم بفهمم. من یه دوستم که اینجا مریض بود، بعد که مرد همون لحظه که فوت میشه شما دست میزنی بهش اصلا انگار که دست گذاشتی روی یخ، با وجودی که دیگه از درجه حرارت اون اتاق و اینا که کمتر نیست، ولی بدن
انسان اینجوری. آقای محمدی هم اینجا هستن، آقای مصطفی محمدی، و به شما میگن خسته نباشید، ما هم بهشون میگیم خسته نباشید بعد از ساختن اون فیلمای خوبی که به عنوان مستند هنوز هم پخش میشه. بفرمایید آقای سیفی، با شما هست. خواهش دارم، در خدمت شما هستم. اگه دوستان سوالی دارن من در خدمت هم. ولی به هر حال شما گفتین، واقعا برای خود من یادآوری این موضوعات کار ساده نیست. وجدان اینو از اعماق وجودم میگم. ببخشید. بله بفرمایید. بله، یکی از دوستان که خط زیبایی هم داره، آقای فرهاد زمانیان، نوشتن که اشرف، لیبرتی، آلبانی، ترامپ، بولتون، جولیانی، و البته الان جولیانی هم درگیر مشکلات زیاد آقای ترامپ هست، چون ترامپ شخص شارلاتان و پلیدی هست، انقدر کثافت کاری کرده تو آمریکا قبلا که یکی یکی الان همشون دارن برمیگردن و جولیانی که نمیتونه کمکی به او بکنه، هیچ، این همه وکیلای دیگه‌ای که داره هیچ کدوم تا حالا نتونستن کمک کنن و فقط هر روز برای که اذهان عمومی رو منحرف کنه هر روز به یک طرف میبره، یه روز به این طرف، یه روز به اون طرف، و باز هم ماجرای ایران و برجام رو علم کرده و همین دیروز هم اینجا مجلس تحریم‌های جدیدی علیه ایران که ما میدونیم این تحریم‌ها رو مردم اثر میذاره و الا روی صدام اثر نیذاش، روی آخوندها اثر نمیذاره و فقط بچه های ایرانی ها هستن که نسل آینده قدشون چند سانتیمتر کوتاه‌تر خواهد بود، چون از لحاظ خوراک و دارو و اینها در مضیقه هستن. و دوستانی داریم مثل آقای مهندس سهراب چمنارا، میگه اگه شما میخواین تحریم هم بذارین، تحریم های هوشمند بذارین برای دستندرکاران رژیم، نه برای مردم یک کشوری. و در صورت این آمریکا الان 100 سال هست که توی جریانی افتاده که فکر میکنه همه حکومت‌های دنیا رو با کودتا، با اسلحه میتونه درست کنه و میبینیم که دنیا رو به یک جایی رسونده که خطر این که به اصطلاح لب پرتگاه هست هر روز بیشتر و بیشتر میشه. دوستان عزیز، اگر پرسشی دارید از آقای سعدالله سیفی، یا بنویسید یا با ایمیل و با تلفن و با فیسبوک، درست باز برعکس سازمان مجاهدین که خود گویند و خود خندند، اینجا اگر کسی میاد صحبتی میکنه تحمل انتقادات شما، پرسش های شما را هم دارن. بله بفرمایید آقای سیفی، اگر باز ماجرایی هست که میخوان توضیح بدین و اینها درباره اون روز، و حتما اینم به عنوان یه پیروزی در دفتر سازمان مجاهدین ثبت شده، چون معانی کلمات رو هم سازمان مجاهدین عوض کرده. تا روزی که وای میسن یه جا میگن ما پیروزی، وقتی از اونجا بیرونشون میکنن میگن این پیروزی بزرگی، حالا تا روزی که زنده هستن میگن پیروزی، روزی که میمیرن دوباره میگن پیروزی. ما یکم گیج شدیم و باید فارسی جدید رو از دایره المعارف یا فرهنگ ده خدا که هیچی، ایشون نتونست کت خدای یک ده هم باشه، آقای رجوی بخونیم و در مدارس تدریس به اصطلاح درس بدیم به دانش آموزان تا یاد بگیرن. بفرمایید. خواهش دارم. بالا به طور واقعی شما الان توضیحاتتون کامله. این موضوع نه سر صرفا بوده فرولین، سر کل داستان و پروته این موضوع بوده و هیچگاه به طور واقعی پاسخ درست منطقی و علمی به هیچ کدوم از این سوالاتی که افراد داشتن داده نشده. سر جابجایی از اشرف، سر خل سلا، سر داستان لیبرتی، سر اومدن با آلبان، به هر حال ما نفهمیدیم کدوم پیروزیه کدوم شکسته. اگه پیروزی بود، اگه جابجایی پیروزی، خب بس چرا وایسادی این همه بها و قیمت؟ چون تو خودت نمیدی که دلت بسوزه، از گرده این آدما گرفتی. مثلا همین داستان لیبرتی، این آدمایی که به گفتم که با انواع اقسام و مشکلات و بدبختی های جسمی و روحی و روانی چند سال تو همین لیبرتی بیرو کنن، مثل داستان و کمون اولیه با ابزارهای حتی واقعا ابتدایی تر از اون دوران. مثلا شما فرض کنید من یک آدمی که آرتروز دارم، تنیس بورد دارم، مشکل کمر دارم، باید با یک کپسولی، با یک کپسول آتش نشانی که بریده شده به شکل بیل درست شده زمینو بکنم. خب به طور واقعی شاید این بحث الان موضوعی، ولی اگر جابجایی هجرت بزرگ و پیروزی بزرگه، پس چرا وایسادی اینجوری آدم‌ها رو بدبخت کردی؟
پس چرا وایسادی تن آدم ها رو همین زیر این موشکباران ها اونجا همه رو نفله کردی و کشتی و واقعا به خاک و خون کشته شدن؟ یعنی این مسئله که شما میگید به طور واقعی خود شما قطعا درست، ما درون این سیستم ها دستگاه بودیم، ولی بیرون از ما به دلیل مجموعه اخبار و اطلاعاتی که شما به برخورد با آدم های مختلفی که داشتین خب خیلی انسجام ذهنی داریم. به هر حال این مسائل کجا پاسخ داده شده؟ مگه بس فقط 19 فروردینه؟ از ابتدا از شروع اگه اینا راست میگن بیان پاسخ دونه به دونه کاراشون بدن، از انقلابش گرفته، از همکاریشون با صدام و الی آخر و همه داستانی که بوده و الان هست، سوال ایرانی ها هست، سوال هموطن ها هست، سوال هر آدم شریف که دلش برای ایران و ایرانی میتپه هست واقعا به طور واقعی. خب که اینا پاسخ دادن؟ حالا ما داریم گوشه ای رو سر موضوعی به اسم 19 فروردین داریم میگیم، هرچند الکن با زبان الکن و واقعا ناقص و یک از هزار، ولی خب خیلی از موضوعات هست که اینا پاسخ ندادن. کی پاسخ دادن؟ کجا اینا پاسخ بودن؟ کسی که اگه پاسخ بده ترس داره، کسی که پاسخ گو مسئول باشه هیچ وقت از این کار نمی کنه، هیچ وقت دست به چنین اقداماتی نمی زنه که دست نتیجهش قتل عام و کشتار آدم ها باشه با حرفای دروغی و به طور واقعی ما می بینیم. و الان هر کدوم از این دوستان ما میرم بیرون بگذاریم، بعضی هنوز گردنشون در زنجیر فرق هست. خب برید شما پای صحبت اینا بشینی، انبوه تناقضات و مسائل و موضوعات و پاسخ گرفته نشده هست که برای کی پاسخ اینا رو داده؟ در دنیا آزاد امروزی من آقا میگم من در خدمت شما چند بار گفتی و تکرار کردی به درستی، آقا ما هستیم، این حرف رو میزنیم، پاسخگو هم هستیم، جوابگو هستیم، جواب سوال میدیم، هر انتقادی میپذیریم، ولی کجا یک بار اینا یک انتقاد رو در طول تاریخ این به اصطلاح 50 خورده سال با افتخارشون یک انتقاد پذیرفتن؟ اگه پذیرفتن بیان بگن جلو ملت اینو. آقای سیفی شما درباره اونایی صحبت کردی که با وجودی که جدا شدن ممکنه هنوز گردنشون با زنجیر اسارت سازمان باشه و اینها. هفته پیش آقای قربان علی حسین نژاد درباره آخرین روحانی که یا تنها روحانی که اونجا مونده به نام آقای گنجه‌ای صحبت کردن. امروز آقای مصطفی محمدی نوشتن که آقای سربی خدا قوت، هفته گذشته جدایی تنها روحانی آقای گنجه‌ای که بودن در فرقه توسط من و آقای حسین نژاد در تلویزیون شما افشا شدن. در این هفته کلی فشار بر این روحانی بوده که چرا هیچی نمیگی و باید موضع‌گیری کنی. ایشون همچنین اضافه کردن که آقای گنجه‌ای رو تهدید کردن اگر موضع‌گیری نکنی حقوق شما را قطع میکنیم. آقای رزاقی هم نوشتن که آقای سوربی رجوی در نشست‌های داخلی میگه ما باید شکست‌هایمان را با تبلیغات پیروزی جلوه بدهیم تا بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم. حتی گفت بیایید ما هم تقیه بکنیم. تقیه یعنی دروغ مصلحتی بگوییم. این هم نظر دوستان. بله خیلی ممنون از دوستانی که اینجا هستن. و شما نظر درباره آقای گنجه‌ای چیه؟ این آقای گنجه‌ای مگر حقوق هنوز از سازمان مجاهدین میگیره یا اونا بهش گفتن اگر این کارو بکنیم ما مثلا به یو ان میگیم حقوق قطع کنه؟ چیه؟ چیزی میدونید شما؟ والا متاسفانه من چون اینجام خبر آقای گنجه‌ای تو فرانسه هستن درسته؟ اگه نمیدونم من. حالا میپرسم از آقای محمدی و آقای حسین نژاد و اینها اینجا بنویسن که کجا هستن. بله ممنون میشم از شما، ولی من اطلاعاتم در این زمینه مشخص با من کامل نیست، در حد همین چیزایی که اخباری که شنیدم از خدای کرمی و اینا گفتن یه مقالاتی چیزی بود خوندم. خودم شخصا در این زمینه چیز مشخصی ندارم، ولی آخرین باری که من این شخص و گنجه‌ای رو در همین آلبانی در یکی از مقالات دیدم، یک برمهمانی میزگردی بود، مهمانی به روزای تعطیلات عید بود، من دیدم باز داشت مجیز اینا رو میخوند. در دنیای متناقض در حالی که داره جدا میشه باز داشت مجیز مریم و مسعود و انقلاب و فلان و اینا رو میخوند. من در اون جلسه حضور داشتم، ولی از اون به بعد دیگه متاسفانه اطلاعی ندارم.
آقای کرمی نوشتن ایشون در پاریس هستن، آقای گنجه‌ای در پاریس زندگی میکنن. بله بله خواهش. خب خیلی هم ممنون از شما، اگر صحبتی دارید که باشیم، اگر نه ما از شما خداحافظی کنیم، بهترین ها رو براتون آرزو کنیم و منتظر باشیم تا آقای مالک بیت مشعل با ما باشه. بفرمایید. خواهش دارم. من ممنونم از شما و همینطور عزیزانی که همراهی کردن ما رو، واقعا واقعا از صمیم قلبم کمال تشکر از شما دارم. به هر حال این امکان و این زمینه رو فراهم کردی که هرچند ناقص ما بتونیم گوشه ای از دردها و واقعا مسائلی که به هر حال زندگی 30 ساله ما با اینا تشکیل شده به گوش عزیزان، به گوش بیننده ها، به گوش هموطنان رو برسونیم و واقعا بفهمن بابا اینه که این تبلیغاتی که اینا میکنن نیستن. واقعا همین الانم هم چه مکافات و چه مسائلی با همین جدا شده ما باش دست و پنجه نرم میکنیم که باعث بانیش همین فرقه است، با تفرقه هایی که میندازه، با بی‌اعتمادی هایی که بین افراد حاکم کرده. سلاح اصلیش هم به دولت سر وطن فروشیش پوله، حربه پوله که پول کم نداره رجمی، که الان اینو کرده ابزاری برای فشار آوردن به این دوستان ما، به عزیزان ما به هر جای دنیا، با آمریکا و سناتور آمریکایی هم رو با هم داستان پولمون میخره. و متاسفانه فعلا راهکار درستی، هرچند ناامید نیستیم، به هر حال داره تلاشایی میشه، کارایی میشه، ولی خب جواب این چیزا رو نداده. آقای سیفی، خود من یه سوالی از شما دارم. شمایی که الان جدا شدید، اونجا در آلبانی هستید، وضعیت اقامتتون چیه؟ امیدتون برای فردا چیه؟ آیا کشور دیگه ای میخواین برین یا سعی و تلاشتونیه که اونجا مقیم بشین یا فکر برگشتن به ایران هستید؟ چه چیزی به اصطلاح در فردای شما دیده میشه؟ ولی آقای سوربی، اینجا که ما در خود این دولت به طور واقعی، همینطور که دوستانم میدونن، اعتقادات ما هم هست. خب به هر حال این دولت استاتو و چیز جدی واقعی برای ماها نداشته. خیلی از دوستانم خارج شدن از اینجا، ولی به هر حال هر کس یک دست به یه تعداد میخوان برن ایران، یه تعداد هستن، تعداد محدودی اینجا بلا تکلیف به اجبار هستن، یه تعدادی هم که واقعا با مشکلاتی خارج شدن، الان هم حتما هست تعداد در چیزای اینترنت و اینا هست که با مشکلاتی روبرو هستن در کشورهای مختلف اروپایی. به هر حال اینم، ولی ما ناامید نیستیم، تلاش میکنیم. ولی میشه بگین که وضعیت بلا تکلیفی دارین؟ نه بله، دقیقاً وضعیتمون. امیدوارم هر چه زودتر روزهای بهتری در انتظارتون باشه و در برنامه‌های آینده خبرهای خوشی از شما و دوستان دیگه بشنویم و ما هم به دوستان بیننده و شنونده منتقل کنیم. خیلی ممنون که با ما بود. خواهش دارم. من از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، یکم فرصت بدیم تا ما این سیستم عوض بشه و آقای مالک بیت مشعل بیاد. ولی ممنونم از آقای کرمی که از فرانسه نوشتن بله، این افراد که به عنوان نفر شورا بودن ماهانه $3,000 حقوق میگیرن، مانند دیگر اعضای شورا ماهانه حقوق دارند. پس ای کاش یه نفر درباره افرادی مثل آقای فیلابی و دیگران هم صحبت کنه و ببینیم اینها هم که عضو شورای ملی مقاومت هستن و همیشه میگن که ما مجاهد نیستیم، اینها وضعشون چجوریه؟ اینها هم حقوق بگیر هستن و همین حقوق ها اینها رو ساکت نگه داشته، یا واقعا از دل و جون مثل شما دوستان مجانی خودشون رو در اختیار این سازمان قرار دادن. خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالم این همکاری که بین این دوستان هست. اگر یکیشون اینترنت نداره، وسیله نداره، مخصوصا از آقای عبدی ممنون، آقای منوچهر عبدی خیلی زحمت میکشن تو آلبانی که این دوستان بتونن این امکانات رو داشته باشن و با من و شما باشن. امروز با آقای مالک بیت مشعل هستیم که دفعه قبل، یعنی یه برنامه دیگه هم باشون بودیم، ویدیوشون موجود هست و ایشون میخوان توضیحاتی در رابطه با کانونهای شورشی مورد ادعای فرقه رجوی در ایران بدن.
این خیلی جالبه، میگم اینا اصلا معانی چیزها رو عوض کرده. یه بچه با یه موتورگازی میره یه جایی یه عکسی میچسبونه به دیوار، اینا میگن کانونهای شورشی ایران. همونجوری که با آقای گلن ترشیزی هم میگن واقعا خجالت آوره که اینجا شما از اسم مجاهد فرار میکنین و میان میگین انجمن کانون انجمنهای ایرانی، و همه اونایی که اونجا هستن همه مجاهد هستن. و کسی اگر مثل این میمونه که من خجالت بکشم فامیل سوربی که فامیل پدرم هست رو بگم ولی بهش افتخار کنم، یعنی ما این رو هم متوجه نشدیم. ایشون میخواد در رابطه با کانونهای شورشی مورد ادعای، خیلی جالبه، مورد ادعا، یعنی حقیقتا اینا وجود خارجی ندارن، فقط ادعا میکنن. سلام میکنم به ایشون، خوش آمد میگم به ایشون و میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم. خیلی خوش آمدید، ممنونم که باز هم با ما هستید، بفرمایید. طبق عرف دیگه اول بایستی عرض ادب کنم خدمت شما و بینندگان عزیز و هموطنان خودم و در سرنرکاران این برنامه. فی الواقع الان از بس که نمیدونم چجور احساسمو بیان کنم سر این برنامه و این سیستمی که درست کردیم برای ما که ما بتونیم واقعا صداهای در گلو مونده رو ما بتونیم چکار کنیم برسونیم به بینندگان عزیز هموطنان خودمون به هر ایرانی که هستش. والا این سوالی که شما الان کردین این خودش یک داستانی داره، یک ماجرایی داره. ماجراش از این قراره، یک زمانی بود که وقتی که سلاح ها رو تحویل دادیم گفتن آقا استراتژی ارتش آزادی بخش، ما هرچی میرفتیم جلوتر میومدیم جلوتر ما میدیم چشمندازی وجود نداره، روز به روز در اوضاع و شرایط تنگتر میشه در ما، یعنی آیندهی در جلوی چشم خودمون ما نمیدیم. یک روز نشست داشتیم با خود مسعود رجبی که مسعود رجبی هم داشت چت میکرد، نوشتاری چتی با ما داشت، من خودم پشت تریبون رفتم، شخص خودم رفتم پشت تریبون، سوال کردم ازش، گفتم آقای رجبی، نگفتم آقای رجبی دیگه، همون اصطلاحات داخل خودشون رو بایستی به کار میوردم دیگه، گفتم حالا شما اینو میگین ولی من یک سوال داشتم. گفت بگو. گفتم سوالم اینه، حالا فردا این ارتش آزادی که شما دارین میگین این نتیجه نداد، هدفی ندار، نتونست به هدفش برسه، اون موقع ما چیکار باید بکنیم؟ گفت اون موقع ارتش قیام را میندازیم. ارتش قیام یعنی مردم، ارتش قیام. خلاصه این ارتش قیام یک ولوله شد یه مدتی توی پادگان اشرف. بعد یه مدتی چی گفتن؟ گفتن آقا یگانهای 72 در ایران سرتاسر ایران برپا شد، یگان 72 شهید فلان، 72 اسم فلانی، 64 فلانی، یگان فلان. خلاصه یگانا یگانا شروع شد توی پادگان اشرف و در تسلیمای خودشون هم می زدن. بالاخره عکس رجوی و عکس خود مریم و عکس مسعود و در جاهای، ولی ما نه اینکه من خودم شخص خودم، نه اینکه در دستگاه اون رو بودم، قشنگ هیچی رو نمیدیدم به جز حرفای اونا برای من قابل قبول بود و فهم بود و برای من آیه بود، من دیگه به اون تصویر نگاه نمی کردم که آیا این عکسی که زده آیا دور برش آدمی هست، ترددی هست، آیا کسی رفت آمد میکنه؟ نه، من متوجه این قضیه نبودم و نمی شدم هیچ موقع. آقای بیتوشم ببخشید حرف شما رو قطع میکنم، آقای مجید روحی میپرسن از کجا مطمئن بودید که خود رجوی داره چت میکنه، چون میگید نوشتاری بوده، ضمن شما گفتین ما همون اسمی که اونجا رسم بود بهش میگفتین چی، برادر رجوی؟ بله برادر ضمن آقای رزاقی هم نوشتن که حالا منتظر باشید که فردا رجوی اطلاعیه میده که اینترنت آلبانی هم مال وزارت اطلاعاته که جدا شده ها از آن استفاده میکنن. از رجوی روح پلید همه چیز باید انتظار داشت، ولی چون من میدونم شما دوستان وقتی میخواین این شرایط بد رو بازگویی کنید چقدر به خودتون فشار میاد، هم روحی هم جسمی هم ناراحت میشین، اجازه بدید من یک جوکی بگم که حقیقت هم داره. موقعی که ما جوان بودیم رادیوهای ایران یه برنامه‌ای میذاشتن به نام آهنگ‌های درخواستی، که این الان همین ماجرای کانون‌های جامعه‌های ایرانی
کانونهای شورش. و شما چقدر قشنگ گفتی که حالا طرف اگه عکسم زده ما ببینیم رفته یه جای پرتی رو پیدا کرده که هیچ که رفت آمد نمی کنه، یا یه جایی توی بازار شلوغی و 100 نفر 200 نفر میبینه. این بچه ها وقتی نامه، اون وقتا باید با نامه می نوشتن می فرستادن برای رادیو که آقای مسئول رادیو مثلا آهنگ دوست دارم سوسن رو پخش کن. بعد می اومدن یه سری اسم دوستاشون رو می نوشتن. بعد برای که اسم زیاد باشه شروع می کردن اسم اماما رو می نوشتن، علی، حسن، حسین، زین العابدین، فلان، همینجور می نوشتن. اون بیچاره گوینده هم اونجا وقتی داشت اسامی رو میخون که الان آهنگ دوست دارم مال سوسن رو تقدیم میکنم مثلا به سوربی و قاسمزاده و اینها، بعد شروع میکرد اون اسمای اماما و معصومین و اینها رو هم میخوند. حالا به همین زودی ممکنه آقای رجوی هم به فکر بیفته که اسامی این 124,000 پیغمبر و 14 معصوم و اینها رو هم جزو سربازای خودش بیاره. و یه نکته جالبی رو که باز شما گفتید من تا امروز خبر نداشتم، کدوم احمقی توی دنیا پیدا میشه که بیاد یک ارتشی درست کنه و بگه خب این ارتش رو درست میکنیم، حالا اگه این درست کار نکرد یه ارتش دیگه درست میکنیم. خب آقا برو اونو درست کن، اگه تو میدونی این شانس اینو داره که درست نمیشه. در صورت امیدوارم این آهنگای درخواستی شیراز ما و اسامی اماما برای آهنگ درخواستی خنده ای به لب شما دوستان که با زحمت با مشکل میان این خاطراتتون رو میگید آورده باشه. بفرمایید. ممنون، تشکر از شما. واقعا برای من خیلی هم انتراکت بود، هم واقعا دل منو شاد کرد، یک شور حال دیگه الان دارم. ولی سوال اون برادر، اون آقایی که برادری که کرده که از کجا میدونستین، چون که من حرفای مسعود رجبی رو کامل میفهمم، وقتی که مینویسه یا حرف میزنه میدونم که این خود خودشه، یعنی از نکاتش، از صحبتاش یا از نوشتنش میشناسم من اونو، یعنی حتی اگر پیامم میومد من دقت میکردم که مال خودش یا مال خودش نیست. که حتی حالا یه موضوع دیگه بود که الان بماند انشاءالله یک روز دیگه که بگم یک پیام اومد که منم گفتم این پیام مسعود رجبی نیستش. اما سر این کانونی که الان کانون شورشی که مبینیم خلاصه اومدی بعد یه مدت دیگه گذشت، الان دیدیم یک اسم دیگه در اومد به عنوان کانون شورشی. کانون چی؟ شورشی. شورشی بله. اول شورشی بله. آها همین کانون شورشی بله. این از کجا در اومد؟ اینا می رفتن به خانواده ها می گفتن آقا شما بریم یه مقدار عکسی یه جایی خلوتی فلانی بگیریم بفرشیم برای ما. گفتن آقا ما وسیله مثل، گفت شما وسایل رو بخریم، دوربین و فلان اینا بخریم، بعد ما حساب میکنیم با شما، بعدا هم پول شما رو بدیم یا براتون وسایل میگیریم. که اینجوری هم سر مردم کلاه گذاشتن. بعد اونجا خانواده ها فهمیدن، گفتن بابا جون من این حرفا چیه که میزنیم، ما همچین کاری نمی کنیم. گذاشن کف دستشون که اینا دست خالی برگشت. و خلاصه همچین دیگه اینا افتادن ران. آره تازه این کلمه شورشی از کجا در اومده؟ آخه این کلمه شورشی مال زمان جنگ باکو فکر کنم بود، انقلاب باکو بود. حالا اینا ببین یه سری کلمات اینا به کار بگیرن که اصلا انگار خودشون بلد نیستن، معنیش نمیفهم. مثلا من که میام بیرون به من میگن مزدور. آخه مزدور که به من نمیگن، که مزدور به کسی میگن که آقا که در اطلاعات کشور خودش به بیگانه میفروشه، اون میگن مزدور. نه منی که اومدم بیرون از شما جدا شدم به من میگن مزدور، بعد میشم خائن، بعد نمیدونم چی میشم، بعد چی میشم. خلاصه اینا یه همچین دستگاهای هر روز یه دستگاه چیزی برمشوی میندازن رو هوا، فقط به خاطر اینکه چیکار کنن این آدما رو تو همین زندان نگه دارن، تو همین اسارتگاه باشن. حالا اونی که اومد بیرون واقعا خیلی باید روزی 10 بار خدا رو، 10 بار که کنه 100 بار باید خدا رو شکر بکنه که اومده بیرون از این، واقعا بگنه در همون قار، در همون به صلاح سمون بکمون، یعنی نه چشم میبینه و نه حرف میزد منو گوش میشنه، باید همونجا ما بزرگ میشدیم و همونجا هم شاید میمردیم. بله، بسیار ممنونم از شما. دوستان اینجا لطف میکنن و مینویسن. آقای روحی نوشته که
آقای صوفی مسعود رجوی تو نشست جمعی خودش میگه که فرقه هیچ وقت جوابگو به کسی نیست، اگه بگیم الف تا یا تا و یه باید بریم جوابگو بشیم، بعد فرقه میگه یعنی اگه گفتیم الف تا یه رو باید بگیم پس همون بهتره هیچی نگیم، بعد فرقه میره زیر علامت سوال. الان هم که در مسعود رجوی گفتن مرحوم شده، فرقه اگه الف رو بگه تا در آوردن مسعود رجوی از توی قبر باید جوابگو بشه. البته امیدی هست، آقای رضا شاه بعد از 60-70 سال از قبر سر داره برده، حالا ممکنه رجوی هم مومیاییش یه وقت به دست بیاد. بعد دوستمون میگه که آقای رزاقی، رجوی به همراه مریم قجر و زنی به نام مهوش سپهری همیشه در نشست های داخلی با پوزش از مردم ایران به مردم ایران فحش میدادن و میگفتن مردم بیغیرت، مردم جیمی، مردم جیمی یعنی مردمی که غرق در مسائل جنسی هستن. حالا بند کرده قیام حالا از این رجوی روح پلید باید بپرسیم مردم بیغیرت چطوری میتوانند قیام کنند. خب اینم همون حرفای ضد نقیضیه که ایشون میزنه. آقای کرمی نوشتن که دلیل این که ما نفرات میتوانیم پیامهای مرحوم مسعود رجوی را از واقعی بودن یا تقلید بودن تشخیص بدهیم، رجوی از فرهنگ خاصی استفاده میکرده. خب همینجا آقای کرمی سوال پیش میاد که من میتونم از شما بخوام که مثلا شما مثل رجوی برای من یه نامه بنویسید، و اینو که شما میگید درسته. مثلا من به خاطر اینکه با داداشم سالها زندگی کردم، حتی اگه یه نامه بنویسن از طرف اون، من میفهمم که این مال اون هست یا نه. ولی خب اگه یه کسی هم خیلی با داداش من زندگی کرده باشه، اون میتونه یه نامه رو بنویسه یه جوری که تقریبا به اصطلاح بتونه من رو گول بزنه. ولی این ماجرا خیلی جالبه و اولین سوالی که به مغز ما میاد اینه که اگه ایشون زنده است، اگه ایشون میتونه بنویسه، حرف بزنه، چت کنه، بفرسه، چرا عکسی نیست، چرا ویدیویی نیست؟ و این سوال رو من دو بار شخصا از آقای فیلابی کردم. موقعی که بن لادن زنده بود، آقای فیلابی گفت سوربی جان تو که میدونی، خب برای سرش جایزه تعیین کردن. گفتم خب اگه اینجوری باشه تمام رهبرای دنیا باید برن تو سوراخ. دفعه دوم آقای فیلابی گفت که ایشون از بس به زنا باور داره رفته عقب که خانمش مطرح بشه، که منم جواب دادم مثل این میمونه که شما اگه دوز بیاد خونتون بشینی به خانمت بگی چون من به شما خیلی باور دارم شما برو جلو حساب این دزد رو برس، که دیگه صحبتی هم نشد. ممنونم آقای موثقی هم به ما پیوستن و آقای کرمی میگه کانونهای شورشی از آنجا گرفتند که چگوارا در انقلاب کوبا این کانونهای شورشی را تشکیل داد، فرقه رجوی هم میخواهد از روی آنها کپی کنن. آخه کپی کردنم آقای کرمی، شما نمیتونی هر صفحه ای از یه داستانی رو برداری کپی کنی، بعد کتابی که درست میکنی یه کتاب بی سر و ته است و واقعا همین کار شده. شما نمیتونی بیای از به اصطلاح پیام های قرآن شروع کنی، بیای از پیام های مارکسیست و پیام های کمونیستی شروع کنی، بر علیه سرمایه‌داری باشی، بعد امروز برسی به جایی که دست به دامن جولیانی، دست به دامن این دیوانه روانی بولتون، جنگخواه، مردم کش بشی. اصلا این یک کتاب چی میگفتن هفت بیجار میشه. دستان ممنونم که با ما هستید دوستان عزیز. بعد باز دارن اینجا دوستان میمیسن، اگه لطف کنید بعد از برنامه هم شما هم آقای عبدی هم آقای سیفی به دوستان روی فیسبوک جواب بدن، اینجوری یه تشکری هم از این دوستان کردیم. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم، بفرمایید. بله الان شما گفتین، شما الان شما بگین مگه میشه کپی کرد، ولی از مسعود رجوی همه کار میتونه بکنه. اما این بار من میخوام بگم از 19 فروردین که من اونجا بودم تو خود همین صحنه، اون موقع هم مسئولیت مقر ما زد اشمال خود پادگان اشرف بود که نزدیک درد اصلی اشرف بود که معروف به برج آیک و آپنج. تقریبا
روز سینته بدر بود. سینته بدر بود که ما با خودمون نگاه کردم به دوره بر خودمون، دیدم اکثر مسئولین با ما نیستن، فهمیدم که یک خبری. و چون که اونجا هم نزدیک درب اشرف بودیم و برج بلندی هم هستش اونجا که اسم آیک، من از اونجا هم که میرفتم نگاه میکردم دیدم یک تحرکاتی هست توی این زل، ماشینا در حال ترددن. من گفتم پس حتما یک 6-7 مرداد دیگه ای خواهد بود. ما خلاصه سینزه بدره که تموم کردیم اینا، فرداش زور ساعت 12 گفتن همه هر ابجی بره توی موضع خودش. ما هم هر ابجی برای خودش یه موضع داشت، A5 موضع داشت، مال یه ابجی دیگه است، A1 هم مال ما بود که جلوی که ما رفتیم. دیدیم گفتم شب همونجا دیگه باید بخوابیم. گفتم تمام، پس امشب که الان دیگه از امشب ما اینجا باید بخوابیم، پس 100% حمله است، شاید خورم ندارم، چون که قبلا اینجوری نبود که اف جی نبودیم اونجا. میرفتیم دو نفر به دو نفر پستا رو عوض میکردیم. الان یه گفتن اف جی، بعد یه گفتن شب اینجا باید بخوابیم. خلاص رسید تا پنجشنبه دم غروبی بود، ما هم که بایستاده بودیم اونجا. یک تانک 55 T-55 بود که 3 سرباز عراقی بودن که من هم چون که عرب زبان بودم شروع کردیم به ترجمه کردن برای مسئولین با اینا. همیشه که داشتیم صحبت میکردیم اینا، این عراقی ها گفتن ببین شما بهتره به نظر من بکشین عقب، نمونین اینجا همه تونو میکشن، به مسئولیتون هم بگید همه تونو اینجا میکشن اگه نبین عقب. گفت چی میگه؟ گفتم برداش ترجمه کردم فدا اینا. گفت نه بابا برای خودش میگه، این بار اتفاقا مثل 6-7 مرداد نیست که میان با تیر و فلان و اینجور چیزا زدن، اصلا این حرفا توش نیست. شما فقط چیکار کنید؟ یه چیزای سپری ما درست کردیم با پارچه برای خودمون، یه سری چیز برای دستمون که اگه چوب بزنن ما اینجوری بکنیم چوب بخوره مثلا به این مقوا برای دستمون، یه چوبایی برای خودمون درست کردیم عین باتون تو دستمون که مقوا برای دفاع کردن از خود. با این همچین وسایلی ما رفته بودیم اونجا، همون وسایلمون هم خودمون بودیم. دم غروب شد دیگه، ما هم شامه رو خوردیم اینا. خلاص همینجوری که وایساده بریم، یک فرمانده اومد، یک سرگردی اومد عراقی بود که اونجا با خانمای مسعود شروع کرد به جدل رو صحبت کردن. اومد گفت که آقا جون ما رفتیم اونجا صحبت کردیم، اون خانوما قبول نمی کنن، شما بهتره این نفرات رو از اینجا بردارین بکشین عقب تر، شما آقا برین از اسفالت بونور به اشرفتونه، این قسمت های خاکی که اینجا همش مبانع و گودال و اینجور چیزا درست کردین، ما به این زمینه خاکی مال آدم، مال کشاورزاست، مال این دهاتای دوره بره، شما الان اینا رو گرفتین الان چند ساله برای خودتون، برین از اسفالت بونور برای خودتون. اینا بودن نمیمدن که گفتن نه 25 سال ما اینجا، بس شعارشون هم چیه؟ اونا بیتونا اخرجو من بیتونا، یعنی اینجا خونه ماست، از خونه ما برید بیرون، این شعارشون بود و ما هم شعار میدادیم در این عراقی ها عربی، اینا شعار درست میکرده ما میگفتیم به عراقی ها، یعنی حرفا بالاخره داره میزنیم ما به شما، یعنی اینجا ما عقب نمیریم. سرگرده چون که من گوش میدادم نزدیکشم بودم، سرگرده یک حرف زد، بعد مترجمشم اونجا بود، گفت بهش بگو ببین فردا اگر هیچ کدوم از اینا زنده نمونده مقصرش این تویی با اون خانمایی که اون بالا نشستن حرف گوش نمیدن، من درم میرم. گذاشت نشد، با نفراتش همه برگشت از در بحثی رفتم بیرون. ساعتهای تقریبا 3:30 یا 4 بود فکر کنم، همچنین نزدیک 4 خورده بود که دیدیم یک ستون ماشین از قسمت زل شرق در میاد طرف عشق. نگاه کردیم ما نشسته به زل شمال، شرق هم نزدیک ما بود، نگاه میکردیم دیگه ستون که میومد با ماشین. خلاصه یهو بعد نیم ساعت دیدیم تیراندازی شروع شد، شلیق و انفجار و صدا و فلان اینا، تا هوا روشن شد ما بیدار بودیم دیگه، نخوابیدیم، ما بیدار بودیم حاضر آماده با چوبا بود، چوب دست بود، همونجور بایستاده بودیم. حدودا ساعتهای 7 دیدیم یک ماشینی جیپ اومد طرف ما، در از سمت زل شب برگه طرف ما.
همه بلند شدیم جیب جیب خودمونه، ولی نفرات که تو هستن عراقی هم عراقی پیاده شده اینا، بعد اومد جلو اینا با وحشیگری میخواستن با تیرکمون بزنن برای مسئله. گفتم بابا سب کن بزن باش صحبت کن ببین چی میخواد. گفت عربی اینجا کسی نیست، کسی عرب باشه. گفتمش من چیه چی شده؟ گفت یه نفر مال خودتون اینجا مجموعه تو ماشین هستش. اومدم بالا هستشم فلان تو فرق هست، دیدم اینا نفری که اونجا میخورد یا زخمی میشد همونجا دل میشد و میرفتن. اینو این تو چاله افتاده بود، اینو از تو چاله برداشته بودن اوورده بودن پانسمانش هم کرده بودن تردمیز، ولی اون قش یعنی به قول خودش که چند بار تو نشست گفت، گفت من اون دنیا رو با چشم خودم دیدم. حالا گفتید هنوز توی فرقه باقی مونده این آقا؟ بله 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 هنوز تو فرقه هست. خلاصه ما بچه همون هم که دیدن اینجوریه فریدن پشتر ماشین، دو نفر بچه همون سوار ماشین شو گفتن سری و سری اینو بداریم برسونی به امداد. از سرباز ها هم یک دوتا سرباز بود، یه درجه دار عراقی بود، کربلایی هم هست. گفت من کربلایی هستم. گفتم خیلی ممنون، دست شما در نکنه، واقعا کارتون کار انسانی بود، من تا موقعی که زنده هستم این کارتون رو فراموش نمی کنم. گفت خواهش میکنم، وظیفه ما بود اونجا مجبوره، من مجبور شدم دیگه دلم نمیدونه اونجا بگم. حالا همین رو میخواستن با تیرکمون بزنه. آره 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 مسئولی میگفت بزنید. بعد گفتم خب چرا نیست، سب کنید سب کنید سب کنید چی میگه، حرفی داره؟ نه طور یکم بود درست نفهمیده بر چی گفت. بعد دیدم گفت کسی اینجا عربی نیست. گفتم چرا من؟ گفت نفرتون اینجا بیم بره با ماشین. اینا میخواستن با تیرکمون بزنه مسئولی نیست، مسئولی اینا نه بچه خودمون، چون که بچه خودمون بدون دستور اونا کاری نمی کنن و نخواهند، همش با دستور اونا ما اجرا شد. هر چی که میشد اونا اجرا میکرد. پسری که مادرش با سنگ میزنه یا برادر که برادرش با سنگ میزنه به دستور به اینا بود، نه خودم یا اون منتخم چیزی وجود نداشت. خلاصه سرتون درد نگرم. بعد نیم ساعت اینا که رفتن بند خدا دیگه ماشینم نداشتن، پیاده برگشتن اونا سر مقر خودشون دارن، یک دو کیلومتر فاصله داشت پیاده روی که اینا رفتن. نزدیک ما یه آکادمی بود، قبلا آکادمی آمریکایی بود، آمریکایی اینجا بودن. وقتی حفاظت عوض شد خود ارتش عراق اومد اینجا مستقر شد، که این گردان جا به جا شده بود، گردان پنج اومده بود به جاش، یه گردان قبلی رفته بود گردان پنج اومده بود. اینا با لاندکروز اومدن طرف ها، چون که تردتون ها پیش ما بود، هی سلام و احوال پرسی اینا میکردن، این مقدار با ما صحبت کردن، این مقدار بند خدا مثل اینکه دلشون با حال ما سوخت. از اونجا شروع کرد بداد زدن، گفت آهای اونی که تو عربی بلدی به رفیقات بگو برگردن عقب، تو رو به اون حسینی که قبولش داریم بگو برگردن عقب. اینا ببین اینا اومدن رحم نمی کنن، می خواهن باشن جلشون وایسه شما رو برگبار می بندن. ما تو ذهنمون چی بود؟ تو گوش ما خونده بودن که آقا نه تیراندازی نه فلان، مثل 6-7 مرداد فقط می ترسونن، با چوب می ترسونن. همین دیگه، شما مجهز بودین با اون سپرایی که با پارچه درست کرده بودین، مقوایی که دور من میگم سپر، ولی سپر نبودن. نه منو یاد بعد از زورا از مدرسه که تعطیل میشدیم میخواستیم با هم دعوا کنیم، این کوتامونو میپیچیدیم دور دستمون که اگه کسی با چوب زد به دستمون نخوره. یعنی این آقای رجبی فکر کنم هنوز تو دبستان و توی حیات مدرسه داره برای خودش بازی میکنه. دوستان هم میگن که آقای رجبی از ریخته شدن، آقای موثقی میگه رجبی از ریخته شدن خون انسانها لذت میبرد، بهترین سرگرمی رجبی کشته شدن افراد، نیروهای مجاهد خالی بود. بعد آقای عیسی آزاده هم به شما سلام کرده بودن قبلا، به شما میگن جهاد نه؟ بله بله سلام از خود سلام ببرسونید. بله بله ایشون میگن که فرقه رجبی مطلقاً فاقد پایگاه در داخل کشور است، کلیه تبلیغات این فرقه در رابطه با فعالیت‌های داخل کشور ساختگی، فتوشاپ و کذب است. در جنبش دیمای 96 این فرقه در ایزولاسیون مطلق قرار گرفت و بی آبرو شد. داستان کانون‌های شورشی صرفاً برای فریب افراد باقی مانده در آلبانی است و لاغر. باید توضیح بدم که آقای عیسی آزاده یکی از فرماندهان ارشد سازمان مجاهدین بوده، درسته؟ بله 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 فرماندهی منم بوده. بله ایشون چندین بار مهمان ما بودیم. بله منم بهشون سلام میکنم، ممنونم. ضمن آقای موثقی میگه که رجوی خودش را امام زمان
حال می داند و فعلا خودش را امروز در غیبت کبرا مخفی کرده تا آب از آب بیفتد و مجددا ظهور کند. والا امام زمان که غیبت صغرا داشته 1300 سال، بنده خدا حالا فعلا سر از چا در آورده. حالا ببینیم آقای رجوی غیبت کبرا، ببینیم از آمریکا سر در میاره، از اردن آویزون به پسر به شاه ملک عبدالله کی سر در میاره، اگر زنده باشه، اگرم مرحوم شده باشه که حالا دیگه اون باید اونایی که میرن اون دنیا ببینن توی بهشت هست یا توی جهنم و برای ما از اونجا توضیح بدن. بفرمایید. ممنونم از دوستانی که با ما هستن. اول یک کلمه من بگم سر این که بعد این موضوع که الان عیسی عزیز گفتش که خیلی خوشحال شدم اسمش شنیدم و خیلی هم دلتنگشم هستم، گفت من توی مغزمون گذاشته بودن، از آن ما رو پر کرده بودن که آقا ما پایگاه مرحومی داریم، مردم اصلا همه هوادار ما هستن، همه عاشق هستن که ما بیاییم و فلان و بسان و از این حرفا اینقدر میزدن که به خاطر همین ما قبول میکردیم ارتش قیامی وجود داره، یگانهایی وجود داره در ایران، یا مثلا فلان چیزی یا فلان چیز، هرچی میگفتن بر حسب این چیزایی که تو جنما گفتن راست. ولی موقعی که اومدم بیرون کلن ما جاش شالا در هفته‌های بعدی من خواهم گفت، اومدم بیرون و با داخل من تماس گرفتم و الانم که دارم دیدم اصلا اسم اونا رو که من میوردم اصلا فقط فشم ندادن. حالا من یه پیشنهاد میکنم، چون امروز روز خنده هست، من یه پیشنهاد میکنم، ما بیان بگیم شماها درست میگید، 100% 99 هم نه 100% مردم نیروهای شورشی رو تشکیل دادن، منتظر شماها هستن، دیگه هیچ دلیلی نذاریم براشون، بگیم خب چرا نمیریم. خب همینه سوالی که عجب خنده ای کرده. بله بفرمایید. سوالی که خودش نمیشه جواب بده. خلاصه ما همین بعد ساعت تقریبا 7:30 بود که این ماشین عراقی با نفراتش اومد، گفت آقا تو که عربی بلدی به مسئولین بگو خواهشن بکشن عقب، اینا دارن میکشن، چون که مجموع هم ورده بودن برامون دیگه، علاوه بر غیر از این یه نفری که ورده بودن، حالا بگو مجموع های زیادی بودن که این عراقی های بدبخت و بال گردن اینا شد و اینا هی بانسمان میکردن فلا میکردن میفرستادن عقب، یعنی هر که زخمی شد اونجا فیل شد دیگه. کلم من میگم توی حملی که به ما شد که از ما افتاد که خود عراقی آخرش بردنش بیرون، امداد بیرون خودشون مداواش کردن. من مسئول اومد پیش من گفت چی میگه؟ گفتم والله اینجوری داره میگه. گفت بهش بگو ما همینجا هستیم، تکونم نمیخوریم، ما اومدیم اینجا همون ببین. منم همینو به عربی گفتم بهش. گفت دیگه فعل خودتونه، نگیم فردا اینا عراقی ها جنایتکارن، آدم کشن، مهمون کشن و فلان اینا. همینو دقیقا من به همین مسئول مربوطه من گفتم. گفتم ببین این اینجوری داره میگه. گفت بذار ببین. گفتم باش. والا ساعتای تقریبا 8:00 8:30 دیدیم ستون از زل اشتر اومد طرف ما، آسه و آینک زلشون. ما همه واساده بودیم، همه گفتن به خط بشین، به خط شدیم. حالا در دشت باز، قشنگ در دشت باز، جاده باری بود، ماشینه 3 بار احضار داد، گفت آقا برای اولین بار برین عقب قبل از اینکه ما وارد حمله و هجوم بشیم بکشین عقب. جوابی نگرفت. دوباره گفت به مدت ربع ساعت طول کشید که فقط این ستا رو، این ست مطلب رو 3 بار بگه. هی معتل بیشتر موقع شاید این مثلا عقل بکشه قبل بگه آقا بکشه، ولی دیفاده نداره. حالا جالب شده ببینید چقدر قشنگ میگن، خیلی خیلی نکته درستی گفت از کشته شدن نفراتش لذت میبود رجبی، درسته. ببین اینا که همشون فرمانده بودن و از سابق هم بودن تو ارتش و نظامی هم بودن، خیلی هم وارد بودن. ببین مسافت یه مقدار از خاکریز مقدار ما داشتیم حدودا 300 متر 400 متر از ما فاصله داشت، خاکریز، سنگر، گودار، چاله، چوله، همه چی بود. ما رو اونجا نبردن که از خودمون دفاع کنیم، گذاشته تو دشت باز. اینا هم قش
ما تو دشت بازیم، اونا هم نظامی هستن دیگه. اینا قشنگ اومدن به خط شدن روبروی ما. ما گفتیم دیگه تو با تیراندازی هوایی میخوام بکنن دیگه، طرف ما که نمیزنن. دیدیم نه، مثل اینکه موضوع جدی، تشکیل کردن به تیراندازی. در حین تیراندازی که شد، بعد اینکه دو نفر از ما زخمی شدن که یکیشون افتاد، دیگه هیچ کس بر نگشت کنه بکشه، سود زد گفت سوار بشین، تازه گفت عقب نشینی کنی. ما سوار ماشینا شدیم، آیفا بود، سوار آیفا شدیم، حرکت کردیم. یکی از راننده آیفا ببخشید دوستان، من نمیدونم چه اتفاق افتاد که تصویر ایشون قطع شد. حالا ببینیم که من قطع میکنم دوباره به اینا زنگ میزنم، چون نشون میده که اینترنتشون الان به اصطلاح این بالا نشون میده که زرد هست. این تقصیر آقای رزاقیه. آقای رزاقی گفت که الان سازمان مجاهدین میگه اینا اینترنتشون مال ایرانه، جاسوسن، اینا هم اینجوری شد. بذارید من یه بار تماس بگیرم ببینم که ارتباط برقرار میشود یا بعد. آقای صوبی، امروز ولایت ایران، ولایت در ایران به لحاظ سیاسی استراتژی بسیار قوی قوی تری دارد. نه خیر، جوابم نمیدن. امیدواریم اونجا برق قطع نشده باشه. در آلبانی راستی وضع برق و آب و اینا چطوره؟ مثل کشورهای اروپایی خوبه یا مثل کشورهای ایران و اینها آب قطع و وصل میشد، برق قطع و وصل میشد؟ حالا تا این فرصتی که دوستان حاضر بشن، آقای عبدی و آقای مالک بیت مشعل، آقای کرمی نوشتن از سال 2000، رجبی از سال 2003 این استراتژی را داشت که اگر با ارتش آمریکا درگیر بشویم تا جایی شانه به شانه می رویم که به درگیری نکشد، اما اگر با ارتش عراق درگیر شدیم باید بالاترین قیمت را از دولت عراق بگیریم، هر چند نفر هم می خواهد کشته شود مهم نیست. بعد آقای موثقی گفتن که آقای صوبی، امروز ولیعت در ایران به لحاظ سیاسی استراتژیک و اجتماعی، به لحاظ سیاسی و استراتژیک و اجتماعی پایگاه بسیار بسیار قوی تری دارد و این چند روز پیش و شاه عبدالعظیم به وضوح روشن شد. ممکنه اینجوری باشه آقای موثقی، ولی آقای رضا پهلوی هم که دیگه حالا ماشاءالله 50 خورده، نزدیک 60 سال سنش هست، اینم نشون داد که اینم مثل رجبیه، هر روز مثل پرچم، هر بادی که میاد با اونا میره. جنبش سبز میاد، میره شال سبز میکنه گردنشو، دستبند سبز، نمیدونم خاتمی میاد طرفدار خاتمی میشه، نوه خمینی میاد طرفدار همراه نوه خمینی میشه، و اونم همچین کارش درست نیست. اتفاقا این چیزی که من به دوستان گفتم به طرفداران رضا پهلوی هم میگم، میگم که شما میگین 99% ایشونو میخوان، من میگم 100%. خب چرا نمیره؟ خمینی 100% مردم میخواستنش که بلند شد اومد، پس چرا نمیره؟ دوستان به نظر میاد که مشکلی هست با برنامه اسکایپ این دوستان و وصل نمیشه و مینسه کال فیل. حالا امیدوارم که اینها یه روشن خاموش کنن، یا بعضی وقتا اگر از لپتاپی، آیپادی چیزی استفاده میکنن، از تلفن دستی هم حتی این روزا میتونید با اسکایپ تماس بگیرید، ببینیم که میتونن تماس بگیرن یا نه. بعد آقای کرمی هم نوشته، آقای سربی، حالا دنبالش ببینم چی مینویسن که این ماجرا، در صورت میبینید دوستان اینها شاهدان زنده از اون ماجرایی هستن که من که اینجا بودم نادانسته رفتم و فکر کردم اینا آمدن حمله کردن بهشون، شبیخون زدن. این آقا میگه چندین بار به ما اخطار کردن که آقا این زمین ها مال ماست، ول کنید برید. بعدم حالا که دیگه شما ها بهتون گفتن برین جای دیگه، اینجا وایسادین برای یه مش آهن پاره، برای چی؟ وردارید برید یا جمع کنید. بعد میگه مثلا 3 تا اخطار که میخواست بکنه 15 دقیقه طولش میداد. که بعد اینا اینجا میگن ignorant. ignorant اونایی هستن که با یک غرور خاصی حقایق رو به اصطلاح تکذیب میکنن.
و همین دیگه. به اینا گفته که نگران نباشید، این تیرشون هواییه، اصلا تیر قلابیه، تیر پلاستیکیه فلانه. و دیدیم که 40 خورده نفر اگه اشتباه نکنم، چون چندین بار این اتفاقا افتاده و سازمان مجاهدین که از داخل اشرف گزارش نیروگاه‌های اتمی رو میداد، اینها قادر نبودن ببینن پشت این دیوار اشرف طرف یه لباس سیاه پوشیده بود و میگفتن اینا سپاه قدسن، آمدن به ما حمله کردن. آقا شما درست میگی، سپاه قدس آمده تو عراق به تو حمله کرده. آخه بی شعور تو چقدر در خواب غفلت بودی که اینا آمدن تا پشت در پایگاه تو نفهمیدی، ولی برای ما گزارش میدی که کجا بود این چیزای نظامی ایران؟ اسرائیل میداد به اینا، اینا هم هی پخش میکرده. میگه که برق منطقه قطع شده است. آقای کرمی میگه حضور نیروهایشان در کشور واضح و مشخص است، بیشتر از فرقه رجوی. بله خب، حالا اونم همینه، اونم شما نگاه کنید، با وجودی که هیچ شعار دادن که رضا شاه روحت شاد، من توی برنامه قبلی به شوخی گفتم انقدر اینا گفتن رضا شاه رضا شاه، این یکی که اینجا هست و همین اونور آبه اونور رودخونه هست، انقدر نشون داد که حال نداره، پدر بزرگش که سالها مرده، بیچاره را از آفریقا کشیدن بردن مصر، مصر مومیاییش کردن، از مصر کشیدن بردن شعبدالعظیم دفنش کردن، اون آقای خلخالی رفت میخواست آرامگاه رو خراب کنه و خراب کرد و اینها، جنازه پیدا نشد، جون سالم به در برد، جنازه جون سالم به در برد و حالا پیدا شده بدون تصویر. خب بدون تصویر بیان باید بالاخره باشه، با تلفنی چیزی صدا داشته باشن و نمیدونم، در هر صورت اگر مایل هستن تماس بگیرن، اگر نه که لب مطلب تا به اصطلاح جایی که اینها بودند و دیدند به چشم خودشون گفته شد و من و شما رو بردن اونجا. خیلی جالب گفت این آقای مالک بیت مشعل، میگه که ما رو توی دشت، آخه مثل زمان جنگ با سربازا با اسب و با شمشیر که نیست که میرفتن یه جای باز، الان جنگ ها یه جوریه که شما اولی که میری، اصلا ماها که تو ارتش بودیم همون اردویی که میبرن، شما اولی که میری یه سنگر میکنی، یه سنگر میکنی که اگر کسی تیراندازی کرد شما بری تو این سنگر و تیر مستقیم بره، تیر که نمیاد اینجوری بیاد بالای سر سنگر بزنه، تیر مستقیم میره، ولی این بنده خداها رو گذاشتن تو دشت جلوی اون هاموی و هامر و نمیدونم ماشینای مختلف با اون وسایل و اینا رو چجوری سرگرم کردن، شما نمیدونم دور دست تو یه چی بپیچ که اگه چوب زدن بتونی از خودت دفاع کن. خب اون چوب نمیزنه، اون با اسلحه میزنه، استخون و مسلخون رو خرد میکنه. میگه که زمین های مورد نظر مربوط به کشاورزان منطقه العظیم استان دیالی عراق بود که در یک زد و بند صدام این زمین ها را به زور از عراقی ها گرفت و به رجوی هدیه داد. آن زمان عراقی ها میخواستن به درخواست اهالی و حکم دادگاه زمین های خودشان را پس بگیرن که رجوی مدعی بود این زمین ها جزء اردوگاه اشرف است. من یادمه حتی یه جایی هی توی ویدیوهاش هم هست که میگه هه هه ما اینجا حق آب و گل داریم، مثل این میمونه که من بیام یه جایی اجاره هم ندم بشینم بعد از صابخونه هم طلبکار بشم. البته این اتفاق تو آمریکا زیاد میفته، طرف میاد یه ماه اجاره میده میاد میشینه تو خونه شما، حالا شما برو دادگاه بکنیش بیرون. آقای رجبی باید بیاد آمریکا، به خدا حیف این نابغه که توی اون منطقه میدلیست داره تلف میشه، این باید بیاد آمریکا. تو این دشت نوادا که هر کسافتکاری آمریکا میکنه اونجاست، یه تیکه بدن به این بگن آقا شما هم شدی فرمانده این. اتفاقا پیشنهاد کرده بودن با آقای قربانی که مکزیک یه شهری میخواست درست کنه به نام تهران، گفتم اسم این شهر رو نذار تهران بذار ایران، این آقای رضا پهلوی رو ببر اونجا بگو آقا بیا شما شدی شاه ایران، بذار چند سبایی که زنده هستن خوش باشه. بله اسم منطقه را اشرف بزرگ نامگذاری کرده بود و نمیدونم دیگه، حالا اینم دلش خوش بوده بیچاره که بعد از اینکه اسم زنش اشرف بوده حالا هر جا میره اشرف اشرف. از مصر بردن مکه طواف دادن. بله این ماجرای آقای رضا شاه، حالا داریم هی صحبت ها قاطی میشه، این برای اونایی که میگن رضا شاه مذهبی نبوده،
اگر مذهبی نبوده چرا جسدش رو از آفریقا برمیدارن میبرن دور حرم، نمیدونم توی مکه طواف میدن؟ رضا شاه هم مذهبی بود، هم گل میمالید به سرش، هم پیاده مشهد میرفت. همین پسرش هم محمد رضا پهلوی هم هم مذهبی بود، هم ترسو بود، هم بازوبند دعا داشت، هم نمیدونم چیز داشت. ببینیم بس بعد اجازه بدید که این دوستان دارن تماس میگیرن، ببینیم ارتباط برقرار میشود یا نه. ببینیم که بله هنوز نشون میده اون بالا زرد هست، ولی باز با همین ضعیفی هم. بله بله من صدای شما رو دارم و خب میتونیم همون فقط صدا رو داشته باشیم تا شما صحبتاتون رو تموم کنیم. دوستان عزیز، با آقای مالک بیت مشعل هستیم، ایشون درباره کانونهای شورشی، البته خیلی قشنگ نوشته بود آقای رزاقی یا دوستان دیگه که آقا اون کانونهای شورشی چگوارا و فیدل کاسترو اینا خودشون داخل مردم بودن، نه که برو بزن. اون شعره بود میگو کی میگیره، کی میکشه، کی میپزه، بعد کی میخوره. اینجوری نبود که، اونا با مردم بودن و دیدیدم که آخرش چگوارا کشته شد و عکس جنازه شو اینها هست. بفرمایید با شما هستیم. بله واقعا معذرت میخوام و مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم. داشته میگفتم یعنی این حکایت 19 فروردین ما، یعنی از هر ذری از این اشرف خودش یک داستانی، یک خون و خوریزیایی بود که حد و حساب نداشت، واقعا حد و حساب نداشت. حالا ما قسمت ذل شمالی، حالا نکته جالب بعد از یک هفته ما که بالاخره مدعی شدیم آقا چرا کشیدیم، آقا بعد این همه اونو کشته و برو و بیا و بشین و پاشو آخرش ما بکشیم، آقا بعد از یک هفته خودشون با زبون خودشون اعتراف کردن. بعد چجوری هم اعتراف؟ ببین هر موقع اینا آفهای گندهی میدن مسئولین بالا، اینو یه جوری به اندازه یک ترکاش میکردن و وای به اون روزی که من پایین عضو این سازمان بگیم و گفتن عضو جدید، اگر من قاب میدادم این یک قاب من به اندازه یک کوهش میدادم. حالا نگاه کن جالب، بعد یه هفته اینا تازه تو نشستاشون گفتن همه خانومه ها، مسئول خانومه گفت مثلا ما به فلانی ما انتقاد کردیم که چرا اون روز تلفنشو بسته بود، امروز حمله ها ساعت 8 که در زیر شما تلفن میمونن قبل از اینکه با ما حمله بکنن، میگه این تلفن بسته بود، ما هر چی زنگ میزدیم جواب نمیداد. نه برادر من اینجوری هم نیست، از اول این هماهنگی شده بود، فلان ساعت همه تلفن قطع، همه تلفن ار جی هر کدوم مسئولینی که مسئولین مناطق و ازلا همه تلفن ها تلفن از این کوچولو هم داشتن، همه بستن، باید خلاف میشوند تمام. ببین اینا اینجوری و تازه کلی ناراحت هم بودن، نه که ناراحت بودن این 35 تا کشته شدن ها، نه ناراحت این بودن که کم کشته دادیم آخه که بتونیم بهره سیاسی ازش ببرن. بله اینا میگوه هم خودشون بازبون خودشون میگفتن، آخه میگفتن ما هرچه خون بدیم راه همون بازتر میشه، بهره سیاسیشون زیاد میبردن خودشون. ببین واقعا ندارم، من کار ندارم، ولی من اونجا شاهد صحنه بودم، من شاهد صحنه بودم. این فرمانده این گردان که اومد با این مژگان صحبت کرد، نه مژگان پارسایی، نه این مژگان دیگه هستش، خب اومد با صحبت میکرد، خیلی منطقی با صحبت میکرد، میگو واقعا لاغه شما بین شما اخرین این قسمت رو برداریم ببین این قسمت مال شما نیست، به خدا مال مردمه. ببین از اون اسفالتیه با اون مال شماست، آخه به کی باید بگیم اینو که شما قبول بکنید؟ کوتاه نمیبودن که. خیلی جالب اینجوری هم سر بالا جواب میداد که باور کن به خدا من لحظه دار شدم، گفتم آخه چه بازی، آخه تو خاک آدم ها هستیم، به ما را دادن اینجا پناه هم دادن، بعد تازه ما کنیم کلی طلبکار اینا هم که زبون هم دراز، باور کن یعنی یه جوری اشرف مال خودمونه، اشرف مال خودشون، مال خودمونه، مال
میگم که شعارهاشون همشونیم هنا هنا بیدونا هنا هنا عرض الحسین نحنو اصحاب الحسین. بله، یعنی اینجا اشرف سرزمین کربلا است و ما انصار امام حسینیم، ما یاران امام حسینیم. شعارهایی که میدادیم این بود، باور کن اونا به ما میخندیدن، میگفتن آقا فردا پس منم بیام ایران بشینم بعد 10 سال میگم اینا هنا بیتونا. باور کن عراقی همینجا باهات تمسخر به من گفت، آقا فردا منم میام ایران 10 سال میمونم تو قویزی یا تو اهواز، به من میگفت چون که عرب زبان بودم، میگفت فردا منم میام تو اهواز میشینم 10 سال میشینم بعد میگم هنا هنا بیتونا. منم باور کن خندم گرفت، میدم راست میگه، حرفش منطقیه. آخه من داخل به چه حساب تو خاک آدم ها، تو خاک ملت مردم نشستی، سرزمین های مردم غصب کردی، 20 سال داری از این زمین ها داره کار میکشی، بعد ببینید آخه برگردیم بده ببین بدبار بدبختی چاره بذار کار بکنه، بذار کشت کار شو بکنه. بابا اصلا نه، کشت کار ما لازم داریم، اصلا دولت لازم داره، چرا نمیدی؟ چرا قبول نمی کنی؟ در انصاف هم دیگه آقا از این خط به اون وقتی ببین از این چهره بدارم 30 درسی یا فکر کنم 30 درسی یا 60 درسی همچی چیزی همچین متراژش دقیقا یادم نیست. خب این گفتن آقا این یک کیلومتر بده به ما، بقیهش همش مال تو، اون سانوش دماعت و اون نمجدیت و اون نمیدونم فلان و فلان و فلان و فلان همش مال تو، فقط این یکی که خاک زمین های خاکی رو ما میخواد. هرچی اسفالت کردی خیابون اسفالتی مال تو، هرچی پارک و دریاچه و کشت و کار کردی مال خوده، هیچ نه اصلا نمیخوام کاری به اونا ندارم، فقط یه سیمان خاکی رو بده. زیر بار نمیرفتن که نروتن، چرا؟ قصد بر این داشتن که بالاخره این یک مدت بعد از 6-7 مرداد حالت سکون پیدا کرده و این حالت سکون برای رجوی یه خورده دردآوره، برای دوست آقا رهبر عقیدتی دردآوره که یک سال بگذره بعد ازاش اینجا خون ندن، راحت بخورن، راحت بخوابن. در حالی که اینجوری هم نیست، اگه جنگی هم نبود حمله به ما نمیشد. باکار باور کن، باکار باکار باور کن، یه لقمه آش یا عدس یا تخم مرغ یا تاس کباب که میدادن به تو که بخوریش، یعنی تا شبش اینو از گلوت میکشیدم بیرون. واقعا باکار، واقعا من یه نفر ببین، من یه نفر یه جور کار میکردم، شب که میشد میرفتم تولید، اون موقع بنگال درست میکردم، شبکاری میرفتیم تولید، موقعی که حفاظت دست آمریکایی بود، شبکاری میرفتم تولید بنگال سازی، صبحش که میومدم ساعت 7 از اونجا میومدم ساعت 7 تا ساعت 11 میرفتم قسمت بنایی تو آشپزخونه سیمان کاری میکردم، به مدت 2 ماه کار من بود. از 11 به بعد میرفتم دو سه ساعت استراحت میکردم، ساعت 2:30 بیدار میشدم، هم نهار میخوردم هم نشست عملیات جاری و نقل. اون موقع قسط نبود، عملیات جاری قسط 10 هفته یه بار، روزانه نبود، الان شد روزانه. خب قشنگ ترتمیز بعد از عملیات جاری دوباره میرفتیم یه چایی میخوردیم، سوار میشدیم میرفتیم دوباره همونجا محل بنگال سازی. براش دردآور بود، نفراتش یک ماه یک سال بگذره و حالت سکون پیدا کرده، بالاخره هیچ برنامه سیاسی هم نکرده، پس بایستی کشته بده، بایستی کشته بگیر، به من باید کشته بدم که بتونم بحره سیاسی بکنم، بدم برم جلو، وگرنه اینجوری جواب ندارم. بله آقای حسابی، حرف زیاده، در زیاده، نمیشه همه رو در یک آن واحد به شما کن، ولی داره میشه. آقای بیتمشه، شما اسم آمریکایی ها رو بردین، سوالی که اینجا تو اون جلسه مطرح بود این بود که چرا ارتش آمریکا از مجاهدین دفاع نکرد توی اون روز مخصوص؟ خب اینا نزدیک بودن، اینا شاهد بودن، این ماجرا رو میدیدن، اونا حتی دستگاهایی که دارن حرکت اون نیروهایی که حمله کرده بودن اینا میدیدن. ولی شما یه نکته رو گفتید راجع به تلفن ها که دستور بود که تلفن ها خاموش باشه. آمریکا چه نقشی داشت؟ ارتش آمریکا چه نقشی داشت؟ چون سازمان مجاهدین خیلی هم از ارتش آمریکا پذیرایی میکرد، حالا ما شنیدیم خوراکای خوبی میداد، حتی شنیدیم بعض وقتا دیگه بیشتر از خوراک هم یه کسایی رو میفرستاده در اختیارشون باشن اینها. این ماجرا چرا آمریکا حمایت نکرد از شما؟ من چون که خودم قسمت اجتماعی بودم به خاطر مترجم عرب زبان بودم، من شاهد جلسای سه جانبه اینا یا دو جانبه هایی که میذاشتن من همه شاهد بودم، رفت و آمده و همین پذیرایی که شما گفتین همشون دقیق و درسته، هیچ ردخور نداره، هیچ کلمه دروغ توش نیست، غیر واقعی توش نیست، همه درسته، من خودم شاهد بودم.
حتی خودم که بعضی وقت تو این جزیره من میرفتم با خود آمریکا، ارتش آمریکا، تا اون لحظه یا یک روز قبل از معذرت میخوام، آره یک معذرت میخوام، سه روز یا چهار روز قبل از حمله یک ماشین، یک کراسکاول بود با چند تا از این برجدارا بودن که با فرید هم بودش، فرید فاد نفر سیاسیشون مترجمشون هم از فرید آهوچی همچین اسمی داره، فامیلش فراموش کردم الان، ایسا و محمد آقا میدونن اسم فامیلش کامل میدونن، من اسمش فراموش، فرید این مترجمشون. اینا اومدن صحبت کردن، بعد ما با خود دیگه با فرید ما اینا چیز نکردیم، مستقیم ما خودمون صحبت با این فرمانده کردیم، گفتیم آقا بالاخره میخواد به ما حمله بشه، شما چیکار میخواید بکنید اینجا؟ گفت اول اندش که ما داریم سعی میکنیم که حمله پیش نیاد، الان این نفر شما الان با منه، مترجم و مؤسسش، الان داریم میریم برای جلسه و فلان. اینا آقای شربی واقعیت امرش اینه که ببین اینا حرف منطق سرشون نمیشود، میگم که بش حتی آمریکایی هم بهشون گفته بودن آخه ببین تو جلسات اینا که عراق یا اومدن تو جلسه آمریکا حضور داشتن، آخه من دیدم با چشم خودم دیدم. گفتن آقا شما میگین چون گفتن... آمریکایی‌ها گفتن اینا بی‌اعتنایی کردن، آمریکایی‌ها هم گفته خب پس وایسید و ببینید عاقبت این به اصطلاح گوش ندادن رو. آره دیگه آقا ببین هر دو تا شارت هاست، حرفشون خیلی منطقی بود آخه. بله والا بیشون منطقی بود، آمریکا بیشون گفتم، گفتن آقا به تفاهمش اینا دارن اینو میگن، آقا تو این زمینه خاکی که الان گرفتی اینجا غصب کردی از مردم، نه توش کشت و کار میکنی، فقط یک مقدار تپه و فلان و مولان اینا ماشیناتو میاد اینجا تمرین، به اصطلاح تمرین جیپ و آیفا، گواهینامه جیپ و آیفا اینجا برای تمرین، این عرض به این بزرگی تو رو گرفتی، تو این تیکر چرا نمیخوای بدی؟ نه ما نمیدیم، اینجا خونه ماست، 25 سال 30 سال ما داریم زندگی میکنیم. آمریکا دید بابا واقعا اینا اصلا منطق سرشون نمیشه، به خاطر همین آمریکا وارد نشد و به نظرم کار درستی کرد، به نظرم کار درستی کرد، چون که آقا حق هرچی بدین اینو به خیلی مذارت مخوام، خیلی مذارت مخوام، اگر اینو به یک آدم بی سواد هم بگی بر حسب منطق بگی آقا حرف اینه کدومش درسته، بگی آقا مشخصه اینه، بگی آقا به یه مسئله هست به اونجا که من بودم به مسئولین میگفتم آقا شما دو روز عید، سه روز عید به من بدین، بقیه یک سال من در خدمت شما، من دست شما، فقط این چهار روز به من بدین. حالا این عراقی همین رو میگفتن آقا اینو بدین یه تیکه رو، این یه تیکه به دردتم نمیخور، آخه بکش اقب نبرد و همونجا مستقر شو برای خود، سیم خواده تیکه بکش اقبتن، این خاک ریزه رو میخوام اینجا برداریم زمین مردم. اینا کوتاه نمیمودن که نه، مسئله کوتاه اومدن نیست، مسئله این که باید کشته بده، باید چکار کنه، بهره ببره، بهره سیاسی، یک سال بهره سیاسی نداشت، فقط مارش پیروزی علکی میزد که باور کن حتی یک از این مسئولین خانوما بلند شد میگفت چرا وقتی مارش سیاسی میزنی شما کف نمیزنیم؟ گفتم والا از بس که ما کف زدیم دیگه کتکولی برامون نمونده، این کف زدن به چه درد ما میخوره؟ باور کنم چی گفتم، گفت از تو بعید این حرفو بزنی، گفتم دیگه واقعیت من دارم میگم، اینا اینجوریه، به خاطر همین آمریکا وارد نشد. بسیار ممنونم دوستان عزیز، اگر پرسشی سوالی یا نظری درباره این ماجرای روز 19 فروردین 1390 دارید، چون این دوستان شاهد زنده اون ماجرا هستند، بپرسید و اینها هم تا اونجایی که بدونن پاسخ خواهند داد. بازم از شما ممنونم، اگر صحبتی دارید بفرمایید آقای مالک بیت مشعل، و اگر هم نه که بریم یه فیلمایی هست که رفتار این سازمان مجاهدین رو با خانواده اعضا نشون میده و صحبت زیاد میشه. شما بارها گفتین شما و دوستان که کسانی که به فامیل خودشون اینجوری فوش میدن، سنگ پرتاب میکنن، دیگه نشون میده که مغزشون چگونه به اصطلاح تحت تاثیر قرار گرفته بوده و شستشوی کامل شده بوده. آقای کرمی نوشتن که آقای سوربی در رابطه با این زمینهای غصبی که دولت عراق به خاطر شکایت مردم میخواست زمین های مردم را بگیرد، دولت عراق گفت گوش ندادند که این زمین را پس بدن،
ارتش آمریکا هم به آنها گفت، باز توجه نکردند، که روز قبل از درگیری آمریکایی‌ها در آنجا بودند، محل را ترک کردند که این کشتار راه افتاد. این هم صحبت آقای کرمی درباره چرا آمریکایی‌ها دفاع نکردند. شما با منطق میگید که چون سازمان به اصطلاح منطقی عمل نکرد و آمریکا هم گفت خب وقتی شما منطقی عمل نمی کنید پس برید حالا با زور مواجه بشید. بازم ممنونم از شما، بفرمایید، ما به گوش هست. من ممنونم، من فقط دو تا نکته داشتم. یکی اینکه از شما تشکر میکنم به خاطر این برنامه و زمانی که برای ما باز میکنید که این صداهای درگیرمونده رو ما بتونیم بگیم، که انشالله یه خواهشم که من دارم، درخواستم که دارم، بازم فرصت به ما بدین، وقت به ما بدین، ما بتونیم بیاییم. یک سری چیزا هست، یه چیزی رو دیدیم، یه چیزی رو ما به اتمام وجودمون لمس کردیم که بایست همه آدم و عالم بدونن که ما چی کشیدیم و چی چیزی در انتظار اونایی که هستندن هستش، یعنی به صلاح دارن میکشن، فرزندان ما، برادر ما، دوستای ما دارن تو این فرقه دارن میکشن، که انشالله صحبت های زیاد از همین، حتی صحبت های جدید همه الان در اینجا قوغاست الان داخلشون، که انشالله در فرصت های بعدی من همه اینا رو خواهم گفت. از شما تشکر میکنم، اگر شما سوالی چیزی با من نداریم من از خدمتتون مرخص میشم. خیلی خوشحال شدم. من هم از شما ممنونم، هم از آقای عبدی و هم از آقای سیفی، و اگر این اشکالم به وجود اومد این نشون میده که شماها واقعا تو چه شرایطی دارید زندگی میکنید و با همه اینها به فکر این نیستید که خودخواه باشید و برید دنبال زندگی خودتون. میگید حالا که من به اصطلاح این تجربه رو پیدا کردم با دیگران در میان بگذارم که اونها دچار این اشتباه نشن. من از شما به نوبه خودم ممنونم، مرسی. خیلی ممنون، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، اگر مایل بودین که با این دوستان در تماس باشید، یا اگر مایل بودید که شما هم در برنامه کانون آوا شرکت کنید، لطف کنید با کانون آوا تماس بگیرید. این دوستان به اصطلاح ترتیبی میدن، آقای رزاقی، آقای کرمی، آقای راستگو و آقای آزاده، آقای واسقی. اینها اتفاقا دیدم یه فیلمی رو ساختن که آقای ادوارد توی اون شرکت کرده، و اگر این فیلم هم بعداً به اصطلاح قابل پخش باشه، چون باید کارگردان یا صاحبش آزادش کنه، ما هم بتونیم اینجا پخش کنیم. آقای محمدی میگن آقای سوربی صدای مادر بهشتی را هم به گوش بچه های آلبانی برسانید که حالش شدیداً بده و دکترها جوابش کردن، همش پسرش را صدا میکنه. واقعاً این ننگ و نفرین و خجالت، این خانم اولین پدر مادری نیست که در به اصطلاح بیماری، در کهنسالی آرزوی دیدار فرزندش رو داره و اینها خودشون رو اونجا علاف کردن، خودشون رو مسخره دست این اون کردن، خودشون رو مورد جوک قرار دادن و نمیذارن که این خانواده ها با هم دیدار داشته باشن، تا بلکه چند سبایی که پدر مادرها زنده هستن، این وجدان این اعضایی هم که اونجا عمر خودشون رو تلف کردن، واقعا اسم اینو با تلف کردن عمر گذاشت، بتونن با خیال راحت به اصطلاح حداقل با خیال راحت از این دنیا بره. در صورت چشم، تماس بگیرید آقای محمدی، یه روزی هم شما مهمان باشید. دفعه قبل که اون ماجراهای درگیری شما و اینها نشد و شما هم یکی از شاهدانی هستید که سازمان مجاهدین با وجودی که قول داده، قرار گذاشته که حملات تروریستی انجام نده، حالا حملات تروریستی رو بر علیه آمریکا و دیگران انجام نمیده، بر علیه شماها که اعضای قبلیش بودید، سابقش بودین، انجام میده. من از همه شما ممنون و متشکرم. به نظر میرسه که دیگه وقتی هم نیست که فیلمی بذاریم. همه این فیلم ها روی بایگانی کانون آوا روی یوتیوب موجود هست، خودتون برید ببینید که چه خبر بوده، چه قوغایی بوده و امروز به اینجا رسیدن، همش به خاطر عدم مدیریت. اگر شما توی یه شرکتی یه مدیری یه اشتباه بکنه، فردا میکننش بیرون. 50 سال اینا خودشون رو از عرش به فرش رسوندن و هیچ کس عوض نمیشه. رئیس جمهور مادام العمر، رهبر مادام العمر، تازه اونم هم غائب هم مرحوم، دیگه آدم والا نمیدونه چی بگه.
روز و روزگارتون خوش. برنامه ها را از تلویزیون مردم ادامه میدیم. شما هم این برنامه ها را به دوستانتون معرفی کنید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همونجوری که سالها سازمان مجاهدین اینجا برنامه داشتن و ما همین بایگانی که داریم خودش شاهد خوبی هست که ما اینجا آزادی مطلق گذاشتیم، هر کسی میخواد میتونه بیاد صحبت کنه. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز و روزگار بر شما خوش. مرسی.